سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران، مهمانان گرامی و دوستانی که امروز زحمت کشیدن و در جلسه ویژه کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر شرکت کردند. امروز ما یک جلسه ویژه داریم با موضوع حق اعتراض کودکان و نوجوانان ایران که مهمان عزیزی داریم، آقای منوچهر شفایی، فعال حقوق بشر هستند که ما در خدمتشون هستیم و باشون صحبت میکنیم. خب کودکانی داریم که دارن به خاطر حقشون تلاش میکنند. کودکانی که در زمان ما این ترس رو ما داشتیم و نمیتونستیم هیچ وقت اینطور شجاعانه کار کنیم. من مایک رو میبندم و در خدمتون هستیم جناب آقای شفایی، میشنویم شما رو. من سلام میکنم خدمتتون، عرض کنم خدمتتون که در رابطه با مسئله کودک اول یه نگاهی به خود حقوق بشر بکنیم، ببینیم که اصلا حقوق بشر چگونه به کودک نگاه میکنه و اصلا کودک در شکل کودک و کودکیش چگونه هست. در رابطه با این قضیه خب یه کنوانسیون حقوق بشر داریم، بعد غیر از کنوانسیون ما عرض کنم که خود اعلامیه جهانی حقوق بشر است با نگاه های مختلف با شرایط مختلف برای کودک. اما در اصل قضیه وقتی نگاه بکنیم، خود کنوانسیون حقوق کودک نگاه ویژه داره راجع به وضعیت کودک، یعنی کودک نباید تبعیض جنسی بشه، نباید از نظر نژادی فرق داشته باشه، از نظر قومیتی، از نظر دینی، از نظر ادامه حیاتش، رشدش، عرض کنم که دیدگاه کودک باید بهش احترام گذاشته بشه، کودک شکنجه نباید بشه، کودک باید آزار جنسی نبینه، عرض کنم که باید تأمین اجتماعی بشه، بهداشتش باید در واقع تأمین بشه، آموزش باید داشته باشه به صورت اجباری، حق تفریح داشته باشه و از مواردی مثل زبان مادری استفاده کنه و اصلا از حق کودکی استفاده کنه. اینا نگاهیه که جامعه جهانی از طریق کنوانسیون حقوق کودک راجع به کودک داره، یعنی اینا جز حقوق کودک پیش بینی شده. متاسفانه در جامعه ما به دلایلی این نگاه ها دیده نمیشه. دلایل مختلف داره. یکی از این دلایل میتونه عرض کنم که مسئله شرعی باشه، که یکی از مواردی که در قوانین جمهوری اسلامی بارزه. یکی بحث عرض کنم که خود فرهنگی ماست و یک مورد دیگه ای که در واقع اثرگذار در عدم اجرای اینها مسئله قوانینی که در کشور گذاشته شده. یکی از مواردی که هست اصلا تعریف کودک و نوجوان اصلا معلوم نیست در کشور ما. کودک در واقع اگر نگاه کنیم در قوانین در کنوانسیون حقوق کودک نگاه کنیم، معمولا زیر 18 سال و کودک و نوجوان میگن. در ایران عرض کنم که این کودک ترکیب دیگه ای خواهد داشت. الان من براتون مثال رو بزنم، ببخشید من شکلهای مختلفی داره. من میتونم عنوان کنم که یه لحظه دیگه بابا من گمش میکردم، بس زیاد نوشتم پخش کردم دور خودم گم کردم، ببخشید. ببینید از نظر قانون سن زیر 18 سال حق استخدام کشوری نداره، گواهینامه بهش نمیدن، معمولا در بانک حساب براش باز نمی کنن برای زیر 18 سال. پس از خود کشورم در واقع زیر 18 سال رو بهش کودک و نوجوان یا در واقع اغلرس نمیگن. اما در قانون کار
بچه های زیر 15 سال رو اجازه کار بهشون نمیدن، میگن که قانون کاره، نمیتونید کارفرما داشته باشه و کار بکنه. از نظر شرعی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همین کودک 13 ساله و 15 ساله در واقع شرعاً شناخته شده است. دخترها که حتی 9 سال هم براشون 9 سال تازه قمری هم حساب میکنن، بهشون در واقع میگن اینا عقرب شدن، در واقع قابلیت رو دارن. و حتی از نظر آماری هم وقتی نگاه میکنن، خود آمار کشوری که نگاه میکنن، بچه های زیر 10 سال کودک میگیرن. یعنی شما اگر نگاه بکنید کودک اصلا تعریفی در جامعه ما نداره. همینطور که هیچ تعریفی نداره، طبیعتاً شخصیتی هم نداره، یعنی نمیتونی شخصیت توش پیدا بکنی. چون وقتی تکلیف کودک معلوم نیست چه سنی هست که اسمش کودک یا نوجوان هست، به همین سن رو نمیتونی پیدا کنی. نتیجتاً یه موقع میگی برو کار کن، یه موقع میگی درس نخون، چون قیم داره دیگه، چون از 18 سال پایین هم پدرش قیمشه و اون تصمیم گیرنده است براش. حالا دختر که باشه که دیگه الا ماشاءالله، یعنی تا هر وقت دختر هست دیگه کاملا تحت نظارت قیم هست. اینا مشکلاتیه که در قوانین ما و در عرف و در شکل کشورداری ما برای کودک ها هستش. من در واقع باور من اینه که این یکی از اون خطاهاست که باعث شده که جامعه جوان امروز یا همون کودک و نوجوان امروز ما در واقع شروع کرده به حرکت. یعنی جامعه به یه جایی رسیده که وقتی اون کودک یا اون نوجوان ما که در سن مثلا 15 سال، 14 سال، 16 سال، حتی تا 10 سال هست، احساس ناامنی میکنه، چون نمیدونه در کجای جامعه شخصیت اجتماعی داره، در کجای جامعه میتونه قرار بگیره و چگونه میتونه کارش رو انجام بده به عنوان یک فردی که در واقع بتونه مفید باشه هم برای خودش هم برای اطرافیانش. برای همین من در واقع باورم اینه که ما این اتفاقایی هم که الان افتاده، شما جامعه رو دارید میبینید که جوانان و نوجوانان ما، نوجوانان و کودکان ما چگونه در عرصه هستن، تو مدارس دارن خودشون نشون میدن، حرکت میکنن، شعار میدن، رو به جلو میرن، اینا در واقع پیامد اون ناهماهنگی و ناهمگونی که بین عرض کنم قوانین جهانی است و بین قواعدی که در ایران هست، و یکی از اونا نبود اون شخصیت کودکی است در واقع. یعنی کودک به عنوان یک کودک باید یک فضا داشته باشه، در یک چارچوبی باشه که تو اون چارچوب شادی داشته باشه، زندگی خوب داشته باشه، همه چی داشته باشه. اما متاسفانه اینا همش اینجا به هم ریخته است. من میتونم در رابطه با این قضیه اینطوری مطرح کنم که ما در مورد کودکان در خود قانون اساسی کشور ما نگاه شده به مسئله کودکی، و در عرض کنم که در جامعه جهانی هم نگاه شده مفصلا راجع به مسائل کودکی، و اینا چیزاییه که خیلی مهمه که ما ابتدا بتونیم اون شخصیت کودک رو برای خودمون، یعنی کودک شخصیتش باید حفظ بشه که بدونه که چه احترامی داره در جامعهش. من موضوع اینجوری میتونم جمع کنم، یکی از دلایلی که الان ما میبینیم جامعهمون اینقدر به هم ریخته است و نوجوانان و جوانان ما در واقع، چه دختر چه پسر، در بالا در رأس یا در حرکت‌های اولیه هستند، این خودش در واقع گویای اون موضوع هست. و من یه آماری که روز سه روز قبل در اومده، 32 کودک و نوجوان یعنی زیر 17 سال کشته شدن در طول این تقریبا تا آبان ماه،
در طول این 40 روز این تعداد کودک کشته شده، اسامیشون هست، یه تعدادی زاهدان هست، تهران هست، همدان هست، خرمشهر هست، دیگه عرض کنم که اصفهان هست، عراق هست، جای مختلف این اتفاق افتاده و این گویای ناامنی واقعی برای کودکان ما. موضوع مختلفی هم هست که حالا بعدا از زبان شما میشنویم که خودتون تعریف میکنید که چه کودکانی در چه سنی در کجا، مثل کرج یا مثل نمیدونم تهران یا در سنندج اتفاقای براشون افتاده که اونها رو میتونیم بعدا تو بحثمون انجام بدیم. من فکر میکنم که ما اگر که بخوایم یک مقداری بیشتر نگاه کنیم به جامعه خودمون، در واقع این موانعی که از نظر شرعی و حتی از نظر سیاسی و حتی از نظر قوانینی که برای کودک وجود داره، این به هم ریختگی سن کودکی یکی از عوامل ناامنی و عدم امنیت برای کودک هستش. برای همینه من گفتم دیگه زیاد توضیح ندهم، یه خودم دارم پراکنده میگم، برای اینکه چندین موضوع اگه بخواستم میارم همه رو صحبت کنم شاید باید یک ساعت دو ساعتی از من حرف میزدم. برای همین خواستم که شما دوستان هم در این بخش یه مشارکتی بکنید و ما بتونیم با هم دیگه جلو بریم تا ببینیم به کجا میرسیم. بله متاسفانه آقای شکایر، با توجه به صحبت‌های شما توی مملکت ما اصلا به کودک ارزشی برای کودک قائل نیستند و جون کودکان ما رو دارن میگیرن با کارهاشون. اما در این میان خیلی از کودکان ما رو هم بازداشت کردن. در این زمان بازداشت هم امکان شکنجه، امکان ضرب و شتم و امکان حتی کشتن این بچه ها وجود داره که متاسفانه هیچ کسی نیست که در اینجا صحبتی کنه که این کودکان نجات پیدا کنن. خب آقای شایگان دستشون رو بلند کردن. آقای رضا شایگان ما در خدمتتون هستیم، میشنویم شما رو، در خدمتتون هستیم. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران. آقای شفایی عزیز ممنون از توضیحاتتون آقای شفایی و ممنون از شما خانم مباشری که وقت در اختیار من گذاشتین. در ادامه صحبت‌های شما آقای شفایی من خواستم این نکته رو اضافه کنم که ما کودک خب کودکه، یعنی تعریفش حالا شما فرمودین که تو قوانین بین المللی و داخلی به چه شکله، ولی در هر صورت کودک کودکه. ولی بیایم در ادوار مختلف نگاه کنیم، مثلا کودکی که در دوره پهلوی بوده با کودکی که در ابتدای جمهوری اسلامی بوده با کودکی که امروز هست، میبینیم که تفاوت‌های خیلی فاحشی داره، خیلی زیاد. حالا به نوعی میشه گفت آگاهی بچه های الان خب واقعا خیلی بیشتر از فرض کنیم دوره‌ای که خود من کودک بودم، خیلی بیشترشون به هر حال دسترسیشون به اطلاعات آزاد بیشتره به خاطر اینترنت و فضای مجازی. خب تو دوره ما همچی چیزی نبود و من خودم رو دارم میگم اسیر یک پروپاگاندای خیلی وحشتناک و تبلیغات عظیمی از سوی رژیم بودیم تو مدارس و تو تلویزیون و تو اینور و اونور. بنابراین خب خیلی تفاوت داریم. این موضوع اول. موضوع دوم که میخواستم بهش بپردازم عدم قوانینی در حمایت از کودکه تو کشورمون. فرض بفرمایید کودکی که بهش تعرض میشه، تجاوز میشه، حالا تو جاهای مختلف، چه تو محیط کاری که کودکان کار هستن، چه تو مدارس که حالا دانش آموزا یا معلمینشون بهشون تجاوز میکنن و غیره، اینا اولا که هیچ امنیتی ندارن که بیان بازگو کنن متاسفانه این تجاوز و تعرضی که بهشون صورت گرفته، و به نوعی انقدر جامعه بسته و خدمت شما عرض کنم که اینا رو سرزنشگر جامعه ما، اینا هیچ وقت به خودشون اجازه نمیدن. خیلی به ندرت پیش میاد که بیان با پدر مادرشون عنوان کنن و حالا رسانه‌ای بشه و غیره. ما یادمون هست که در چند سال گذشته این آقای سعید طوسی که قاری محبوب خامنه‌ای هم هست، خب رسانه‌ای شد که چه
تجاوز و تعرض‌هایی کرد، ولی خب متأسفانه هیچ هم نرسید صداشون. حالا می‌خواستم از این جنبه شما اگه ممکنه یک بررسی کنید و بهمون بگید ممنون میشم. مرسی که در اختیار من گذاشتید میکروفونو. ممنونم. ممنون از شما که در بحث ما شرکت کردید. جناب شفایی تک به تک پاسخ میدید یا اینکه بسیار عالی. خب آقای سعید طائف، جناب آقای طائف من مایک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید سوالتون رو بپرسید. مرسی. بله ممنونم. درود به همه همکاران و خسته نباشید و امیدوارم عصر خوبی رو داشته باشید. من سوال خاصی نداشته، فقط یه نکته به ذهنم رسید، خواستم اونو مطرح کنم که بالاخره جناب شفایی یا بقیه دوستان نظری داشته باشن در رابطه با بگن، در رابطه خب کودک و نوجوانه. من خب درست ایرانی هستیم، ایران بزرگ شدیم و از جنگ تحمیلی خیلی خاطرات داریم و به عنوان کودک و نوجوان اون موقع بزرگ شدیم ما که همش با استرس و با بالاخره وحشت بوده و تا این چند وقت پیش واقعا من نمیدونستم که مثلا اون موقع چه بچه هایی رو اینا به زور به سربازی بردن و واقعا چه نسل کشی هایی کردن. فقط یه نام مثلا حسین فهمیده به گوشمون خورده بود و یه چند تا نوجوان دیگه که بله اینا رفتن و عشق به وطن داشتن، می‌خواستن در مقابل مثلا دشمن بجنگن، ولی بعدها مثلا فیلماشو دیدیم که چه بچه‌هایی رو، چه کودک و نوجوانانی رو تو عراق اینا اسیر کردن و واقعا چه ظلم‌هایی کردن به بچه‌ها و اثراتشو الان ما داریم تو زندگیمون می‌بینیم که مثلا با این رعب و وحشتی که ما بزرگ شدیم الان خب همه ما پدر مادرها به نوعی شاید مشکلاتی داریم و هر پدر و مادری که کشته شده در واقع این فرزندش آسیب روحی دیده، پدر مادرش آسیب روحی دیده و همینطور نسل به نسل اومده و الان هم تو جامعه ما اگر یه بچه رو میکشن یه بچه نیست، واقعا دارن نسل ما رو نابود میکنن. چرا این همه بچه الان تو جامعه ما هم زنده مونده؟ خیلی کم مردن بعضی، ولی خب اینا چه اثرات روحی دارن وقتی میبینن که یه بچه 13 ساله همکلاسیش، دوستش، فامیلش تو خیابون به ضرب گلوله کشته شد. این بچه که همسن 13 سالش، دوستشه، فامیلشه، این چه اثرات روحی درش به وجود میاد که این میخواد بزرگ بشه، پدر و مادر بشه، دوباره صاحب فرزند بشه و یه فرزند خوب تربیت کنه و تحویل جامعه بده. مرسی از اینکه مایک در اختیار من گذاشت. ممنون از شما جناب آقای طائف. از صحبتایی که کرده 100% آقای شفایی پاسخ به شما خواهند داد. آقای محمد رضا رائی، مرسی که در جلسه ما شرکت کردید، میشنویم شما رو، در خدمتون هست. خیلی خیلی ممنون. با تشکر از شما همه دوستان و آقای شفایی برای سخنرانی کوتاهشون. نکته ای رو آقای شفایی اشاره کردن در مورد نامشخص بودن سن کودک و نوجوان در مملکت ما، این کاملا صحیح است، اما در کشورهای پیشرفته هم می‌بینیم یک استاندارد مشخص در همه زمینه‌ها برای تعریف نوجوان حداقل میتونیم بگیم وجود نداره. اگر نوجوان از 12 تا 18 سالگی حساب کنیم، مثلا در مورد توان تشخیص رابطه جنسی در خیلی از کشورهای اروپایی، حالا خیلی نمیدونم، در بعضی از کشورهای اروپایی 15 سال و یا 16 سال تعیین شده. برای جرم مثلا در فرانسه میدونم از 13 سالگی به بعد مجرم شناخته میشه، اما در دادگاه کودکان مورد محاکمه قرار میگیره و در مراکزی که نگهداری میشه تا سن 18 سالگی نگهداری میشه، اگر لازم باشه وکیل در واقع قاضی تشخیص بده. و در مورد همه مسائل اجتماعی هم شاید لازم باشه با هم فکر کنیم که هر کدوم از حوزه‌های کلان اجتماعی کجا میتوانه، کدوم سن میتوانه در واقع بلوغ فکری رو برای بچه میتونیم تعریف بکنیم و قبول کنیم. به عنوان مثال چون این جلسه ما در بوده با حق اعتراض هست، لازمه روی این مطلب فکر کنیم که از چه سنی کودک میتونه در تظاهرات خیابانی شرکت کنه.
یا در تظاهرات داخل مدرسه شرکت کنه و اگر شرکت کنه چه کارهایی رو بکنیم. نکته دیگه که میخواستم اشاره کنم از اونجایی که بحث گسترده است و شفاهی بحث رو باز نگه داشتم، توجه داشته باشیم که مدرسه لازمه که از حالت ایدئولوژیک در بیاد، برای اونایی که مثل من به لایسیته اعتقاد دارن درس‌ها کاملا بی‌طرفانه حقوقی باشه. از نظر من حقوقی یعنی بی‌طرفی، نه اینکه عمل نکردن و موضع نگرفتن. موضع حقوقی خودش بی‌طرفیه. بنابراین بی‌طرفانه تربیت کردن کودک در مدرسه و مطلب دیگه که لازمه در مورد کودکان و نوجوانان فکر کنیم اینه که اینها خودشون شبکی فکر میکنن. یعنی انترنت این اجازه رو داده که اطلاعاتی رو که قبلا گروه خاصی داشتن یا جامعه های خاصی داشتن منتشر بشه در سطح وسیعی و الان شما میبینید یک نفر ممکنه تأثیرات دانشگاهی نداره اما از یه تأثیر کرده دانشگاهی میتوانه در زمین هایی باسوادتر باشه به علت همین گسترگی اطلاعات، یا اطلاعاتی رو که سیاستمدارا داشتن قبلا، کتابایی که داشتن، کتابخانه‌های مخصوصی که داشتن، الان یک شخص معمولی میتونه سیاستمدار حرفه‌ای باشه و این از جنبی خوبه، از جنبی مشکل ایجاد میکنه. در مورد با کودکان مشکلی که ایجاد میکنه در کودکان و نوجوانان فعلی اینه که اینا رو تیزهوش میکنه، اکیت سانسوریلشون زیاد میکنه، تیزهوششون میکنه، اما عمق تجزیه تحلیلشون رو میتونه زیاد نکنه. شما با یکی از اقیانوسی از اطلاعات دارین و وقت ندارین که کتاب بخونین یا اینکه مقالات تحلیلی بخونین، این سطحی بار میاره. این مشکلی هستش که نه تنها در ایران، در سطح جهان الان باش مواجه هستیم. مطلب دیگه نظام آموزش پرورش ماست در مورد کودکان که یک طرف است، یعنی معلم میاد درس میده و شاگرد گوش میکنه و این هم به همون ضعف تجزیه تحلیل منجر میشه و این ضعف تجزیه تحلیل میتونه توی حرکت‌های اجتماعی و توی اعتراضات هم تأثیر بذاره. نکته دیگه که لازمه در مورد با کودکان مورد توجه قرار بدیم این هست که کودکان دیگه مدل فکریشون پدر مادر میتونه نباشه. بسیاری از اونا دیگه پدر مادر الگو نیستن و این مشکل تو خونه پیش میاره و در خونه کودک حرف شنویش از پدر مادر کم میشه و این میتونه تأثیر بذاره در حرکتهای اجتماعی کودک و نوجوان، خصوصا نوجوان. نکته آخری رو که میخوام مطرح کنم اینجا این هستش که همونی که امریکایی ها بهش توجه کردن، در سن بلوغ، حالا اونجوری که امریکایی‌ها میگن، مثل این میمونه که مغز انسان رو بر میدارین میذارین کنار، دوره 18 سال، 19 سال، 20 سال بعد این دوباره میاد. یعنی یه حالت درگیری شدید با خود داره کودک و نوجوان و این درگیری با خود موقعی که وارد اجتماع هم تلاطم اجتماع هم میشه لازمه که قشنگ هدایت بشه از طریق مدرسه و از طریق پدر مادر. من جز اونایی هستم که معتقد نیستم که فقط مسئول کودک خانواده است، معتقدم هم خانواده است هم جامعه و خصوصا در این جامعه موقعی که پدر مادری به خاطر فقر تن میده به کودک همسری و اینا مجرمانه است. خیلی ممنون، مرسی. ممنون از شما جناب آقای رایی. جناب شفایی ماک در اختیار شماست، پاسخ شما رو میشنویم. مرسی. به هر حال خیلی خوبه که صحبت ها داره باز میشه. در رابطه با آقای شایگان که فرمودن که پهلوی با الان فرق داره و خودشون هم توضیح دادن که در واقع اون موقع امکانات در واقع این شبکه های اینترنت و این امکانات نبود، در واقع یک فاصله بود بین خود مردم با هم دیگه. الان این فاصله ها از بین رفته، همینطور که آقای رایی هم اضافه کردن به این قضیه که در واقع مدل یا الگوها داره عوض میشه. چرا؟ چون اینترنت دست بچه 10 ساله هست تا 15 ساله 18 ساله میتونه خودش
الگوهای خودش رو انتخاب کنه و خودش میتونه کاراش انجام بده. این در واقع یک نگاه جدیدیه، در واقع این عصر اینترنت در واقع تاثیرگذارترین قضیه بوده برای این حرکت جوانان جامعه ما و این در واقع به عنوان یه موضوع بوده. چرا؟ چون جوانان در واقع درک کردن به دلیل اینکه فضا باز دیدن، تونستن مطالعه کنن، آشنا شدن، باز به قول آقای رایی تونستن با هم همفکری بکنن، با هم خودشون شبکه ایجاد بکنن، درد خودشون رو پیدا کنن، منتظر این نباشن که پدرشون یه چیزی بگه یا معلمشون یه چیزی بهشون بگه و اینا بتونن جامعه رو بشناسن. و الان دیگه اونا خودشون با نگاه خودشون جامعهشون رو بشناسن، برای اینکه همه چی در اختیارشون دیگه، میزنی گوگل هر چی اطلاعات بخوای در اختیارتون قرار میده و هم میتونید اینا رو حس بکنید و کار انجام بدید. طبیعیه این جوونا روشن‌تر، آگاه‌تر، ذهنشون بازتره و فراتر از آدمای مثل ما و نسل‌های قبل بعد از ما میتونن ببینن جامعه رو و کاملا من موافقم. ولی ما هنوز همچنان یک معضل دیگه ای داریم، معضل فرهنگی ماست آقای شایگان. معضل فرهنگی وجود داره، یعنی هنوز که هنوز بافت ذهنی خیلی ها همچنان مونده، کما اینکه دارید میبینید همین آدمایی که میان کتک میزنن، ضربه میزنن، تیر میزنن، اینا همین آدمان مال همین نسلن، یعنی بزرگ شده همین جامعه هستن. اونا هم اینترنت دارن، اما متاسفانه عملکردشون عملکردیه که هنوز نیاز هست به رشد و آگاه شدن و امیدواریم که این اتفاقات بیفته. من یه موردی میخوام بگم. ما در واقع در جامعهمون معضلات زیادی برای بچه‌هامون داریم. یکی از معضلاتمون آموزش پرورش ماست. آقای رایی درست گفتن، یک طرف است. من بهش میگم روزخانیه. فرهنگ ما روزخانیه. ما یاد گرفتیم بریم یه جا بشینیم، روزه بخونن، ما هم در بیاییم بیرون پچ پچ کنیم. تو کلاس درسمون هم همینه. من در تمام دوره دبستان، دبیرستان، دانشگاه یک بار پای تابلو نرفتم. خجالت میکشیدم. با اینکه آدم پررو، ورزشکار، بدو بدو، علی همه چی بودم، واقعا رو نمیشد برم دم تابلو حرف بزنم. چیزی هم که بلد بودن نمیرفتم بگم. اینه که این برای اینکه ما یاد گرفتیم به ما بره یه بابایی بشین اون بالا حرف بزنه، ما گوش کنیم، حالا یاد بگیریم بریم بیرون یا یه چیزی هم برامون نوشته باشه. یعنی همین جمله‌ای که آموزش پرورش ما یک طرف است، در ایران واقعا یک طرف است. یعنی فقط یه سری اطلاعاتی که اونا میخوان در اختیارت قرار میدن و تو باید همینا رو یاد بگیری ولا غیر. یعنی تاریخ رو عوض کنن، شکل جغرافیا رو عوض بکنن، هر آنچه دلشون بخواد میتونن درست بکنن، بردارن بنویسن بدن. خب یه جوان هم مثلا از سن 10 سالگی 12 سالگی اینا رو میخونه یاد میگیره. من یه کوچولو بگم، ما یه زمان ما میگفتن یه توپ داریم قلقلیه، نمیدونم میزنم زمین هوا میره، نمیدونم من این توپو نداشتم، بابام به من جایزه داد، فلان کرد فلان کرد. نوه من اینو اومد بخونه، دیدیم داره راجبه علی و امام حسن و امام حسن حرف میزنه. یعنی اصلا این موضوع این سادگی رو که بابای من یه توپ به من کادو داده، اون عوض کرد و بردود یه جای دیگه. یعنی من دو رکعت نماز بیشتر خوندم، من چیکار کردم، این نمیدونم برای من حضرت علی فرستادن. یه چیزایی اصلا که من داداش به پسرم گفتم آقا این چیه، بینه یاده آقا درسشون همینه دیگه. یعنی نوع نگاه هم تر، یعنی این قضیه هست که البته این تغییر عملا با توجه به این سیستم اینترنتی اثر میذاره و باعث میشه که اینا فرق بکنن و تغییر پیدا کنن. من یه موردی هم در مورد این سن کودکی گفتم. جبرایی اینا که شما میگید کاملا درسته. یه قاعده میذارم، میگم بچه 13 ساله باید بره در دادگاه های 13 ساله ها محاکمه بشه، نه در دادگاه بزرگسالان، و به زندانی بره که مال کودکانه. من در همین آلمان یکی از این بچه هایی که پناهنده بود، پسرش هم تو دزدی کرده بود، گرفتن، من باشون رفتم دادگاه و اونجا دادگاه جریمش کرد که 10 روز بره خیابون جارو کنه.
نکردش زندان. ببینید اینا فرق میکنه، یعنی حکم ها هم اثر گذاره، اینها هم تأثیر گذاره. این هست کودک مجرمه، باید قاعده داشته باشه، باید انجام بشه. من یه مثال بزنم، شما در آمریکا بچه‌هایی که 12 سالشون میشه یه اسم دارن، نم چی چی جونیور، 14 ساله میشن یه جونیور دیگه هم. حالا من متأسفانه تنبلم تو این سه، خوب یاد نمیگیرم. 16 سالشون میشه یه جونیور دیگه هستن که من اونجا که میرفتم مثلا بچهای برادرم مثلا یه جشن میگه آره من دیگه جونیور نم چی چی شدم دیگه، چون 16 ساله شدم. یعنی با این به این سن دارن شخصیت میدن، میگن تو که 16 ساله ای دیگه تو اینی، تو 14 ساله ای این هستی، این یعنی این موقعیت اجتماعی رو داری. اما ما در ایران اصلا موقعیت اجتماعی نمی‌بینیم. شما الان یه کودک رو بیا بگو تو کودکی یا نوجوانی یا جوانی، نمیدونه. چون میخواد بره ازدواج کنه میگن نمیدونم 13 سالت باید باشه، میخوای نمیدونم بری رای بدی میگن باید صبر کنی ببینیم دولت بگه 16 ساله بری رای بدی، بعد میگن میخوام برم شوهر کنم میگن باید بابات بیاد اجازه بده تا تو بری شوهر بکنی. خب اصلا معلوم نیست، یعنی هیچی. بعد تو آمار میخوای بگیرن 10 سال به بالا میشه جوان، زیر 10 سال میشه کودک، یعنی اصلا سر جاش نیست. قاعدتا هر قانونی که میذارن چه اشکال داره بیان بگن آقا برای این قضیه این سن. بعد حالا همه اینا یه طرف یه حکم شرعی داریم، یعنی اون قانون ها سر جاش، مسائل شرعی رو داریم که این مسائل شرعی اصلا فراقانونیه، یعنی اصلا میاد عملا اثر خودشو میذاره و دیگه سن مهم نیست. میگه مولای تشخیص دادن من حس میکنم این به سن بلوغ رسیده، مثلا این قدم شلاقش بزنید بچه هم بزنید سیاه چا. این اشکالات هم واقعا وجود داره. من در رابطه با خود مشکلاتی و کمبودهایی که در واقع در جامعه ما هست، من چند نمونه رو جدا کردم. مثلا یکی راجع به خود آموزش پرورش که این بخشی با هم صحبت کردیم، یکی بحث بسیجه، استفاده از کودکان و نوجوانان برای بهره برداری نظامی. الان جامعه ما زیر دست بسیجه، یعنی این بسیجه که داره پوست میکنه. این بسیج در واقع نوجوانهایی هستن که وارد مساجد شدن و یواشاش تربیت شدن برای کتک زدن، برای سرکوب، حالا به خودشون برای تامین امنیت خودشون، حالا هر اسمی که میشه رو گذاشت. یا اصلا یکی از معضلات جامعه ما بحث کودکان کاره، چون اصلا تکلیف کودکامون معلوم نیست. کودک کار کودکی که میخواد کار بکنه باید بالای 15 سال سن داشته باشه در قوانین ما. اما بچه 10 ساله 7 ساله میگه داره گل میفروشه، همه کارم میکنه، خیابونا اونم پره. هیچ قاعده ای وجود نداره. یعنی اینا معضلات اجتماعی ماست. و معضل دیگه ما کودکان بی‌هویته، چون مملکت ما، یعنی بحث پدرتباریه، مملکت ما پدرتباریه، یعنی اگر پدر مشخص نباشه کودک بی‌شناسنامه است، بدون هویته. پدر اگر غیر ایرانی باشه باز کودک بی هویته. اینا قوانینیه که در جامعه ما هست و خود اینا معضله. حالا بماند که در 4 سال پیش و 5 سال پیش تونستن این قضیه رو حل کنن، یه کاغذ بدن به اون بچه که بعدن خودش هویتش رو معلوم بکنه، که مثلا اونم اونایی که پدرشون افغانی هن یا مثلا مال کشور دیگه هستن و یا دینشون اسلام نیست و اینا، اونا رو یه نامه بهشون میدن که میتونن با اون نامه برن مدرسه و در 18 سالگی خودشون هویتشون رو مشخص کنن که مال کدوم ملیتن، ایرانی میخوان بشن یا هر کشور دیگه که انتخاب کنن. و یکی دیگه از اون مشکلاتی که دیگه ما داریم مشکلات کودک همسریه، یعنی اصلا برای ازدواج اصلا مهم نیست. پسر میگن 15 ساله شد میتونه شوهر زن بگیره، دخترم میتونه از 13 سالگی. حالا عملا هم اگر بخوام مثلا بچه 13 ساله رو برای قرارداد فامیلی، دخترم و پسرم و تو آسمون قرارداد بستن، اینا هم حق ازدواج دارن. پس آقا
ازدواج، اصلا کودک نمیدونه که اصلا چیکار داره میکنه، چه اتفاقی داره براش میفته. اینم یکی از معضلات ماست. و واقعا من یکی از موارد که تاکید میکنم مسئله پدرتباریه. این خیلی درد بزرگیه دوستان. ما الان خیلی شنیدید که بچه رو انداختن توی سطل، بچه رو انداختن بیا بیرون، حالا اینا که پیدا شده، اونا که پیدا نمیشه که معلوم نیست چقدر هستش. اینا این مشکلات رو دارن و حتی شما در پرورشگاه ها میبینید بچه متولد شده، خود نه بچه میدونه نه خود اون پرورشگاه میدونه که این بچه پدرش کیه یا شناسنامه نداره، موقعیت اجتماعیش معلوم نیست. و اینا همونایی هستن که معضلای جامعه ما هستن. یه بخش دیگه از معضلات ما علاوه بر آموزش پرورش ما اینا هست. ولی در کل وقتی نگاه بکنیم که این معضلات چرا باید باشه، به نظر من اولش میتونه خود جامعه است که شامل فرهنگ اون جامعه است، قانون که مدون شده، شرع که در واقع یه جایی در جامعه ما حاکمه، و خود دولت و بعد از اون خانواده میتونه اثرگذار باشه تو اینا. و یکی از اون قسمت‌های عمده‌ش هم بازاره، یعنی اقتصاد هست، که این هم در واقع اینا شرایطی که تماما به حقوق کودک دارن ظلم میکنن، فشار میارن هر کدوم با تعریفای خودشون. خانواده بچه حرف نزن، بچه جلو باباش پاش دراز نمیکنه، مؤدب میشینه، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، دولت میگه بچه این اون اینجوری باید درس بخونه، اینجوری باید حرکت بکنه. عرض کنم که قانونم برای خودش که گفتم که اصلا معلوم نیست که بچه چه سنی داره، شرع هم برای خودش یه حکمرانی داره. اینا در واقع اتفاقایی که در جامعه باعث میشه که این کودک در نارسایی قرار بگیره. همونطور که مثال زدم، ما کودکان ما به دلیل احساس بی‌هویتی، بی‌موقعیتی و عدم امکان تعیین سنش برای شادیش، برای رفاهش، یعنی نمیدونه این کودک رفاهش چیه، شادیش چیه، و اینا اون چیزاییه که در واقع خود کودک در واقع نیاز داره. من میبینم آقای سبزیان دست بالاست، من صحبتام قطع میکنم، گوش میکنیم، باز با هم ادامه بدیم. ممنون از شما که صحبت فرمودید. حالا فقط من یه نکته کوتاه میگم، بعد ماکرو برای آقای سبزیان باز کنیم. اینکه ببینید آقای شفایی، ما الان خیلی تعداد کشته ها وجود داره، ولی با وجود همون صحبتی که شما میفرمایید که خیلی از کودکان ما بی هویت هستن، خیلی از همین کشته ها اصلا در آمار وجود ندارن، چون اسم و فامیل و رسمی ندارن متاسفانه. خب آقای سبزیان، ما در خدمتتون هستیم، میشنویم شما رو، در خدمتتون، بفرمایید. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران. من کلی نوشته بودم توی این چند، ولی بعد من نگاه کردم فقط یه دو منافعش هست، ولی اصلا نمیدونم که گوشیم خراب شد. اول تشکر میکنم از همه دوستانی که و همکارانی که واقعا این جلسه رو گذاشته بودم. من کانون چند وقت اصلا از کودکش خبری نبود، واقعا جاش خالی بود توی جلسه ای. و من البته دیر اومدم، یه تقریبا 10 دقیقه یه رو بی هست، 10 دقیقه اصلا من تو جلسه را صحبت قبلی گوش ندادم. اما صحبتی که آقای شفایی فرمودند در مورد این که مثلا چرا الان نسل جدید مثلا اینو که الان خیابونن خب اینترنت و رسانه داشتن، خب اون بسیجی هم اون کسی دیگه هم داره. خب من نظر خودم رو میگم، شاید حالا دوستان نظر کارشناسی دیگه داشته باشن، من فقط نظر شخصی رو میگم. ببینید، نمیدونم اون ویدیو رو دیدید که توی اون سلف اون قضای مال دانشجو، اون بسیجی اومده بود گریه میکرد که مثلا دختر و پسر مختلط شدم که مثلا دارم قضا میخورم. ببینید، من عذرخواهی میکنم، شاید یه سری ناراحت بشم بگم دارید توهین میکنی، ولی من به نظرم این افراد مریض هستن. یعنی مریض نه که مریض توهین، مریض یعنی بیمار مثلا به نظر من ذهنی و روانی هستن، یعنی عادی نیستن. یعنی بهش گفتن اگر اینجوری نباشه و تو نگی، تو میری مثلا یه جایی هست که مثلا آتیش داره میسوزی، کباب میشه، خب باید بری بگی، اینا رو مجبور کنی که
من ببخشید توهین نمی کنم به چیزی، من فقط دارم نظرمو میگم و چنین چیزی رو بهش القا کرد، گفتن که آقا چنین جایی هست، تو اگه دورشون نکنی، که یعنی اون اعتقادات خودتو دور نکنی به کسی که آقا زن و مرد باید جدا باشن، چه اتفاقی براش میفته. و این ذهنیت از اون بچگی توی اون بچه بوده، یعنی بهش گفتن. و اینکه علتش یکیش اینه به نظرم، و این یه سری هم منافع، یعنی شما فرض کنید طرف ببخشید باباش خب نمیدونم سپاهیه، نمیدونم بسیجیه فلان اینا، خب کنکور که رفته اونجا بسیجی شده، شما که میدونید دیگه، من اینقدرم شاکی هم این قضیه، قشنگ تبعیض به خود کلمه است. طرف اصلا بسیجی نیست، نمیدونم 25% چند درصد میذارن روی خود تأثیری که میذاره مثلا برای شهدا و ایثارگران، نمیدونم بسیجی هستی سپاهی هستی برای کنکور و دانشگاه. خب این یکیش، طرف منافع داره. حالا این یه دونه شه، حالا اون که حالا پول میگیرن معیشتی میگیرن فلان میکنن، از این صحبت همون بمونن. و منافع یعنی پای منافعشونه، این طرف داره سود میگیره، یعنی مثلا شما فرض کن یکی داری سود میگیری، خب میاد سلاما میگه خب من این بره، خب من کی بگیرم بر از اینه، یعنی یه سودی بهش میرسه بر از این. و یه موردم البته من اگر 3 دقیقه شد خانم مشرفه به من بگید که من صحبتم دو تا کنم، بخش دوم کنم. و یه موردی هم هست به نظر من، یعنی نظر من ها، باز تاکید بکنم، من توی خب ایران بزرگ شدم دیگه، و من هم بچه تهران، هم بچه پایین تهران، بچه جنوب شهرم. ببینید خانواده تأثیر بالایی داره، من جامعه رو اصلا کاری ندارم، آموزش پرورش هم کاری ندارم، پدر و مادر خیلی تأثیر داره. ببینید وقتی میاد یکی به باباش هست، پدرش هست، نمیدونم خانواده‌اش هست، به دخترش میاد میگه که مثلا فلان 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 این کار این کار این کار اون کارو بکن، خب اون دختر یا اون پسر به خصوص حالا دخترها بیشتر، طرف این حس بهش القا میشه که اصلا وجود خارجی انگار نداره، مثلا وجود داره برای یکی دوتا کار که حالا براش مشخص میکنن، یعنی هیچ هویتی از خودش نداره، هیچ شخصیتی از خودش نداره، هیچ انتخابی از خودش نداره. خب اون پدر و اون مادر اون بزرگترها این باعث میشه، به خصوص اینایی که من نمیدونم به خودشون میگن مامان بزرگ، اینا هم چی ننه جون فلان، از این صحبت ها که مثلا دختر آره بابا فلان نکن، پدر بزرگ درست میگه، خجالت بکش فلان از این حرف. این هم یه مورده. آموزش پرورش هم که دیگه دیدید دیگه، حالا یکیش آقای عربی گفتن که سلام فرمانده است، البته من تأکید دارم که این سلام فرمانده ها رو گذاشتن تأثیر برعکس گذاشته. اما شما ببینید میان تو خیابون، حالا بچه های دبستانی تو خیابون. مورد آخر، بخش دومش رو صحبت هم میکنم، اون ویدیو رو دیدید که بچه های دبستانی بودن دیگه، داشتن اعتراض میکنن، یه خانومی اومد بهشون نمیدونم داشت فوش میداد به بچه ها، یه بزرگسال نیومد بگه آقا، به اون خانمه بگه که آقا به شما ربطی نداره، ایشون داره حق داره اعتراض کنه. البته بچه‌ها جوابش دادن، از این بابت هم خوشحالم، ولی اینم هست به نظرم. حالا من صحبتمو کوتاه میکنم اگر شد وقت دوم صحبت. مرسی. ممنون جناب سبزیان. بله بچه های این دوره اصلا با بچه های قدیم فرق دارند، بچه های این دوره دیگه سکوت نمی کنند و این بهترین چیزی هست که ما داریم می بینیم. خانم شهلا شاهسوانی دستشون بالاست، ما می شنویم خود شما رو. خانم شاهسوانی در خدمتون هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران. متاسفانه من هم کلاس آموزشی داشتیم، قسمت اول جلسه رو از دست دادم، ولی خب بحث در مورد کودکان هست. الان میبینیم که حتی کودکان دبستانی ما دوره راهنمایی با این شور و شوق توی مسائل سیاسی دخالت میکنن، اظهار نظر میکنن، چقدر آگاهن. خب ما برگردیم اصلا به ماهای قبل از جنبش، شاهد بودیم که واقعا چقدر بچه های ما میزان افسردگی بالا بود، چقدر ما خودکشی بچه ها رو داشتیم. واقعا الان نگاه میکنیم بچه ها با توجه به اینترنتی که دارن
میتونن خودشون رو مقایسه کنن با بچه های سایر نقاط دنیا. وقتی خودشون رو مقایسه میکنن چیزایی که دارن، مسلماً خب سرخورده میشن، افسرده میشن و همین باعث میشه که به خودشون این اجازه رو بدن حتی در سنین خیلی پایین بیان و توی مسائل سیاسی دخالت کنن، چون انقدر اینها باهوشن، میدونن که توی شرایط جمهوری اسلامی هر چقدر اینها تلاش کنن موفق نمیشن، در آینده چیزی نخواهند داشت. از شادی که خبری نیست، یک جامعه فوق‌العاده افسرده. تحصیل هم کنند آخرش چی؟ با اون همه تبعیضی هست که بهترین جاها و امکانات کاری رو برای یک گروه خاص قرار میدن. رفاه هم که خبری نیست. خب تنها راه رو توی این میبینن که شرکت کنن و هرچه زودتر سعی کنن که سیستم عوض بشه. آقای رایی اشاره کردن به آموزش و پرورش و اینکه خب شما اصلا بودجه آموزش و پرورش شما چقدره؟ چقدر اینا سرمایه گذاری میکنن برای کارهای تحقیقاتی دانش آموزا؟ مگه نباید توی مدرسه این کارا انجام بشه؟ شما بودجه حوزه علمیه رو اگه مقایسه کنید با آموزش و پرورش، اصلا واقعا گریه‌آور و دردناکه، اسفباره. توی یه همچین شرایطی مسلماً همه بچه‌ها تنها راه رو تغییر سیستم میدونن، راهی ندارن و علارغم اینکه همه‌شون میدونن که چه خطراتی پیش رو دارن، از کشته شدن، دستگیر شدن، شکنجه، ولی تصمیم خودشون رو گرفتن. امیدوارم که هرچه زودتر این سیستم عوض بشه، چون با قوانینی که الان توی ایران هست که بیسش هم شریعت، مطمئنا هیچ راهی نیست برای داشتن یک زندگی راحت و شاد الا اینکه سیستم عوض شه. ممنونم، مایک رها میکنم. ممنون خانم شاهسوانی. وقتی بعد صحبت ها رو دوستان میکنه آدم یادش میفته به اخبارها و اطلاعاتی که روز به روز در اینترنت ها پخش میشه. چند روز پیش خیلی جالب بود که این همه کودک ما در زباله ها به دنبال یک تکنانی میگردند تا کمر به قولی در سطح زباله فرو میرند، اما اونها نگران اون طلبگانی هستند که دارن در ناز و نعمت زندگی میکنند و بعد ناراحت هستند که چرا این طلبگان حالا برای امرار معاش خودشون مجبور شدن که ذرت و بلال بپوشن. این واقعا شرم‌آوره. جناب آقای رایی، ما در خدمتتون هستیم، میشنویم شما. خیلی ممنون. با تشکر از صحبتهایی که میشه و از مشارکتی که دوستان میکنن، از توضیحات آقای شفایی، همینطور تجزیه تحلیل دوستان، من هم چند نکته دیگر رو اضافه میکنم. به نظر من لازمه که در مورد این مسئله که مسئله کلان اجتماعی هست به مسائل کلان فرهنگی خودمون اشاره کنیم. اسکات بک یک روانشناس امریکایی است که خودش پروتستانه و مذهبیه. اون میگه که مذهبی ها عقبتر از غیر مذهبی ها هستن و غیر مذهبی ها از انسان های واقعا عرفانی پایین ترن. یعنی اگر به طور معمول که نگاه میکنیم، غیر مذهبی ها آزادی خواهتر از مذهبی ها هستن. خرافات در مذهبی ها و افکار بسته و حکمی در مذهبی ها زیادتره. خرافات چیه؟ خرافات مسائلی هست که تحقیق در واقع فکریست که بر مبنای تحقیق بنا نشده و دخالت ذهنی هست در مورد مسئلهی که ذهن نتونسته راه حلشو پیدا کنه. چون نتونسته پیدا کنه، فکر و خیال کرده، نمیدونم انواع اصلا توتم ها رو ساخته، در واقع شخصیت های خیالی رو ساخته، پدیده های خیالی رو تو ذهن خودش ساخته. و خطرناک و همه جنبه های اجتماعی هم دست از سر ما بر نخواهد داشت. بس
مثال بزنم بر شما. اسکات بک مثالی رو میزنه از یه خانومی که موقعی که در دبیرستان بوده عاشق پسری بوده، بعدش هم بزرگ میشن با اون پسر ازدواج نمیکنه و ازدواج میکنه با یه آدم دیگه. یه روز تو خیابون اون پسری رو که عاشقش بوده میبینه و ازش صحبت میکنه. پسرم بهش آدرس خونهش رو میده که یه روزی بیاد و هم دیگه گفتگو کنن. این که کاتولیک خیلی مذهبی بوده با خودش هی کلنجار میرفته که من اگه برم او رو ببینم، اونجوری که کلیسا به من یاد داده میشه، مقدمه زنا، برای اینکه من شوهر کردم و با وجود بر این هنوز اون عشق دوران نوجوانی خودم فراموش نکردم. این وسوسه تو ذهنش کار میکنه. بالاخره یه روزی میره زنگ خونه پسرم میزنه، از قضا پسرم نبوده، همین فقط زنگ میزنه. بعد این وجدانش به خاطر اینکه من مقدمه گناه انجام دادم اینقدر اذیتش میکنه که دیوونه میشه، یعنی از تعادلش از دست میده. میره پیش اسکات پک. اسکات پک متوجه میشه که این اون دینی که همطور که الان توضیح دادم، دینی رو که در ذهنش هست دین خرافیست. یکیش هم همین که مقدمه زناست که من برم فکر بکنم حتی به یک چیزی. مدت طولانی با این کار کرده تا تمام اون افکار دینی رو بریزه دور، بشه آدم غیر دینی. و بعد از اینکه این سلامت خودش رو به دست آورد، تازه اون آموزش درست دینی، حقوقی دینی رو در اختیارش گذاشته بشه. میخوام به شما بگم که مشکل بسیار فربه و کلانه و این آمده تو خانواده ما، رو بچه های ما هم اثر میذاره. یه نکته این، من حدود 20 تا نکته رو اشاره کردم، وقت چون چیزه، یکی دوشش رو میگم میان پایین بعد دوباره صحبت میکنیم با هم دیگه. من یه دوستی داشتم، این میگفتش که من موقعی که 12-13 سالم بودم، پدر مادرم چون پول نداشتن به من میگفتن برو بیرون خودت دیگه پول پیدا کن دیگه. یعنی پدر مادر من، حتی من امکان دزدی من رو هم جلوی من رو نگرفتن. میگفت من میرفتم توی بازار کار میکردم، حالا من چون من خانواده من میشناختم، میرفتم توی بازار کار میکردم، مثلا یه فرانک فرانسوی در میآوردم، دو فرانک فرانسوی در میآوردم، بعد میرفتم توی این مغازهای دست دوم فروشی، شلوار مثلا دست دوم رو اگه پیدا میکردم تازه قسطی میخریدم مثلا. میگه اون موقع این نشون میده که فقر فساد میاره، فقر عقب افتادگی فرهنگی رو تشدید میکنه، خرافات ها رو تشدید میکنه. و بنابراین موقعی که از کودک داریم صحبت میکنیم، این مسائل یک قسمتیش رو در واقع میتونیم بگیم که آگاهانه اتفاق میفته، ولی یک قسمتش نیمه آگاه اتفاق میفته. فقر شدید پدر مادر در این مورد، یا خرافات و دینی رو که خیلی با اشتیاق هم دنبالش میرن، میتونه اما اصلا ضایعات بدی رو برای ما داشته باشه. مسئله طلاق و اینکه حالا در ایران طلاق زیاد شده، ولی همین دهه پیش طلاقهای ایرانی ها در خارج کشور بیشتر از طلاق ایرانی ها در ایران بود. دلیلش اون ملاحظاتی از در ایران که موجب شد طلاق نگیرن، یا تنگ دستی های مالی بود که موجب شد طلاق نگیرن. و این توجه ما رو جلب به این سوال حداقل میشه در ذهن ما پیش میاره که اصلا مدل ازدواج ما اشتباه است. این که نمیدونن معرفی کنن و بدارن خانواده ها هم دیگر رو ببینن، دو تا ازدواج کنن و هم دیگر رو نشناختی یا یه مقدارم که میشناسن توی مدت مثلا 5 ماه 6 ماه یه سال هم دیگر میشناسن، اصلا معیارهای شناختشون برای ازدواج و معیارهای حقوقی رو نمیشناسن و بنابراین دو نفر ازدواج میکنن. از نظر بیولوژیک دو نفر کشششون میتونه 3 سال طول بکشه، یعنی حتی اگه هم دیگر دوست نداشته باشن میتونن رابطه آمیزش با هم داشته باشن، 3 سال هم طول میکشه. اما بعد از تو این 3 سال اگر هم دیگر رو دوست نداشته باشن، رابطه جنسی هم خراب میشه و رابطه جنسی موقع خراب بشه اصلا اختلافات زیاد میشه. پس لازمه توجه کنیم که این مدل ازدواج های ما با در رابطه با این دین ما، این کار دست ما داره میده و موقعی که میتوانیم فرصت پیدا میکنیم که جدا بشیم، میشیم خودمون رو خلاص میکنیم از این جهنمی به اسم خونه که برای خودمون درست کردیم. در واقع حالا دو پدر و مادر طلاق میگیرن، بعد این بچه به کی میرسه؟ به پدر. مادر این وسط
در واقع مالکیت نداره، باباست که مالکیت داره. تا 7 سالگی مثلا میدن به مادر، بعد از 7 سالگی میدن دست پدر. این یکی از مشکلاتی هستش که بعد چرا؟ به خاطر اینکه توان اقتصادی رو برای مرد در نظر گرفتن، برای زن در نظر نگرفتن، زن رو وابسته به مرد حساب کردن. و نشون میده که ما در این زمینه صندوق‌های اجتماعی و کمک‌های اجتماعی و یا اصلا چرا اصلا کمک حقوق اجتماعی برای زنی که تو خونه کار میکنه قائل نیستیم. کار خونه کاره و براش حقوق دستمزد در نظر نمیگیریم و بنابراین بر اساس این یه نادلانه برخورد میکنیم، حتی در مورد اینکه کی مالک بچه هستش، کی مالک بچه نیست. یا اگر حالا بعد میاد میبینید که مثلا در اینجا توافق میشه که مثلا تا 7 سالگی بچه رو نگه داره، طلاق میره دادگاه میگیره، بعد باید بابای خرج این بچه رو برای مادر بفرسته، چون دعوا داره نمیفرسته، تو ترجیح میده بره به زندان بعد در مواردی، یا اینکه مشکلات مالی موجب میشه میره و بعد بچه با فقر زندگی میکنه. من یه موردی خانم ایرانی رو میشناختم که این 3 تا بچه داشت، یکی رو خودش به زور فرستاد پیش باباش توی کانادا، ایرانی بودن، بابای طلاق داد، خانم هم کار نداشت، خودش بچهشو فرستاد. دلیلش این میگه من حتی پول این که شکم بچه های خودم سیر کنم ندارم، میخواستم حداقل یکی بره اونجا کشتیگه نکشه، این دوتای دیگه که کوچکتر بودن رو حالا یه جوری از کمک های اجتماعی استفاده میکرد. خیلی ممنون، مرسی. ممنون از توضیحات جامع و کاملتون جناب آقای شرایی. آقای حمید دستشون رو بلند کردن. من که یه زحمت بکشید دوستان گرامی، همکاران گرامی، 3 دقیقه رعایت بفرمایید که ما بتونیم همه دوستان مشارکت کنن. مرسی. آقای حمید بفرمایید. سلام، مرسی، ممنون از تمام گفتار که شنیدم و کارهایی که انجام شده. خواستم فقط چند دوتا نکته بگم نظر خودم. یکی این که دوستان آقای رایی صحبت کردن در مورد دین، خواستم بگم یکی از بدبختی های دین های ارثی اینه که بر پایه شناخت انتخاب نمیشن و افراد چون هیچ وقت به دنبال شناختش هم نمیرن و دین رو همینطوری که هست میپذیرن، راحت میشه به نام دین براشون همه کار کرد. و مشکل هم اینه که یه روزی انسان ها یاد بگیرن چیزی که میخوان داشته باشن اقلا زحمت بکشن شناخت پیدا کنن، بعد اگر خواستن انتخاب. در رابطه با صحبت هایی که در مورد بچه‌ها شد، یه چیزم مهمی که خواستم بگم اینه که در جامعه هایی که زور گفتن اصالت داره، متاسفانه همه چی بر زوره. من یادم وقتی دانش آموز مدرسه بودم، معلمی داشتم که میگفت کلیدی دارم که گوش گیرد مانند گربه‌ای که در شب موش گیرد، و تنبیه بدنی میکرد چون فکر میکردن اون وقت که معلم برای اینکه بگه که وجود داره باید که نفس کسی نکشه، ترس غلبه کنه. زور اصل بود، هنوزم هست. این بچه در اون زور رو یاد میگرفت از معلم، زور گفتن. اگر زور بگم میتونم هر چی بخوام به دست بیارم. چطور میشه این رابطه رو عوض کرد؟ چطور میشه بچه ها یاد بگیرن که میش باید استدلال داشته باشن، حقوق داشته باشن، به شرط اینکه پدر مادر در بچگی بهشون اجازه بدن نظر داشته باشن و استدلال به کار بدن. مدرسه محل چون و چرا کردن بشه، تحقیق بشه و نه زور یاد دادن. خیلی چیزها باید در جامعه تغییر کنه تا هرچی این اصالت دادن به زور که متاسفانه بیماری ما ایرانیان هست از همون پاک بشه. البته اون وقت بچه ها در فضاهایی به عمل بزرگ میشن که اونجا حقوق داشتن ارزش میشه و نه زور داشتن. البته خیلی رشد بهتر میشه، زندگی بهتر میشه و حقوق بچه ها رعایت میشه. میخوام بگم تغییراتی که داریم انجام میدیم باید به این مسائل بفکر کنیم و ببینیم چطوری میتونیم هر قانونی رو از زور گفتن و زور ارزش داشتن پاک کنیم، جاش استدلال و دفاع از حقوق بذاریم، تا اونطور بچه ها در محیط های مختلف که از خونم که خارج شدن همین حقوق، احترام به حقوق، استدلال داشتن و زور رو به کار نبردن براشون یه چیز عادی بشه. ممنون از صحبت شما، خوش کردن شما. ممنون از شما جناب آقای حمید رفیعی و ممنون که در بحث ما شرکت کردید.
خب خانم زینب ایزدی هستند که میخوان صحبتاشون رو بفرمایند. خانم ایزدی، مایک در اختیارتون هست، میشنم شما. سلام و عرض ادب خدمت همگی. یه مسئله که میخواستم بگم این که من خودم هم داخلش بودم، میخواستم گویی همه جا برای خانم ها بوده. مثلا مگه بخوای بعد از اینکه کودک همسره یا به زور ازدواج میکنی یا توی شرایط سخت قرار میگیری، اجازه نمیدن که دیگه جدا بشی، حتی با بخشیدن مهریت. مثلا یکی از قانوناشون اینه که میگن اینقدر برو و بیاد تا خسته بشه باز برگرده سر زندگیش. سالها توی این دادگاه ها با بچه کوچیک اینقدر میخواد بری و بیای تا دیگه یا از لحاظ مالی کم میاری یا از لحاظ دیگه روحی که هم به خودت هم به بچت آسیب میزنه، دیگه اونجا دیگه کوتاه میای، دیگه میگی میرم میسوزم و میسازم ولی دیگه نمیخوام دیگه اینقدر تو دادگاه برم و بیام. اینم یه مسئله بود که متاسفانه تو کشور ما رایجه، خواستم بیانش کرده باشم. ممنون که به هم گوش دادیم. ممنون از شما. به قول یه کاری با سر آدم میارن که دیگه آدم نمیتونه چی بگه، میگه همه کار انجام میدم و سر زندگی میسوزم و میسازم. خب خانم شهرا شاه‌سونی، مایک در اختیار شماست، ما میشنویم شما رو. من میخواستم در مورد جامعه قانونمند صحبت کنم. امروز اتفاقا یه کلیپی نگاه میکردم، نمیدونم ناظم بود معلم بود، تو حیات یکی از بچه هایی که همراهی نکرده بود توی خوندن حالا یه سرود از صف کشیده بود بیرون، همینجوری داشت میزدش. واقعا توی جامعه کنونی ما علاوه بر اینکه قانونای ما قانونای کاملی نیست، به همون قانونهایی هم که الان هست عمل نمیشه. کجای دنیا حق درمان رو از کسی که تیر خورده، کسی که زخمی شده میگیرن، نیروها رو میفرستن تو بیمارستان ها که اصلا حق ورود به بیمارستان رو ندارن، پزشکان رو تهدید میکنن که نباید درمان کنن، یا میرن توی دانشگاه دستگیر میکنن، تهدید میکنن، میزنن، زندانی میکنن، بازداشت های غیر قانونی. اصلا قانونی دیگه نیست تمام، یعنی ما هرچی که داریم میکشیم از همین بیقانونیه تو کشور. هیچ کس هم پاسخگو نیست، هیچ کس به عهده نمیگیره چرا این کارو داره انجام میشه. یه نفر پاسخ بده که کی این کارا رو میکنه یا چرا. متاسفانه اصلا نه قانون درست حسابی داریم، نه به همون قوانینی هم که حالا دست و پا شکسته هست کسی توجه میکنه. یه جامعه یه قانونمند واقعا میتونه یه جامعه ای باشه که حالا بتونه مسیر رو به تکامل و رشد رو طی کنه. ممنون، مایک رو رها میکنم. ممنون خانم شاه‌سونی. خب با توجه به صحبت‌های شما، البته می‌گذاریم آقای شفایی کامل پاسخ شما رو بدن، ولی بیشترین ضربه‌ای که ما داریم در کشور ما می‌خوریم فقط و فقط به خاطر مسائلی هست مثل همین دین ما، که هر قانون و هر مصلحت یا هر چیزی که می‌نویسن یک شرط در انتهاش می‌گذارن و این شرط باعث میشه که کل اون قانون ما بی اثر بشه. خب آقای طائف بفرمایید، ما در اختیارتون. بله، درود مجدد، مرسی که مایک رو در اختیار من قرار دادید. من سوالی که از دوستان داشتم، مخصوصا جناب آقای شفایی و آقای رایی، این بود که البته قبلش اینو بگم که ما خب بالاخره 43 ساله داریم میشنویم، مشکلات رو همه میدونیم، دردها رو همه میدونیم، بعد این اواخر هم که خب بیشتر شده چند ساله، ولی سوال من اینه که آیا فردای آزادی ما چی کار بکنیم؟ جناب رایی، جناب شفایی، شما که تجربه داریم، الان این همه داریم اینجا میگیم سیستم غلطه، بله بچه ها اینطوری، ما خودمون تو اون سیستم بچگی کردیم، خب هنجارها هست، بعد همه چی هست،
فردای آزادی، آیا چیکار کنیم؟ میخوام یکم اینجا یاد بگیرم که منی که الان مثلا بچه دارم 5 سالشه، 2 روز 3 روز، 1 ماه دیگه، 5 سال دیگه خواستم مثلا برگردم اونجا، یا اصلا اونی که الان تو ایران داره گوش میده، فردای آزادی چیکار کنیم؟ همینطور فقط بگیم اون موقع همش باید شروع کنیم بگیم قدیما این مشکل بود، الان اینطوری میشه، قرار اینطوری بشه، قرار اینطوری بشه. این همه مشکلات ما 43 ساله داریم صحبت میکنیم، همش رو هم هممون میدونیم. خواهشم اینه که یه چند کوتاه بگین که آقا اینطوری بچه‌تون رو تربیت کنید، این کارو بکنید، اینو بخواید، اینطوری به اینو بگی. مرسی از لطفت. مرسی از شما و مرسی از صحبت‌هایی که مرسی. من 2-3 سوال بود، من گفتم اونا رو جواب بدم که بعد برم به دنبال صحبتم، که بقیه صحبت من برای همین راهکار و ایناست. حالا گفتم اول این کوچولو جواب بدم. ببینید، در رابطه با قانونمندی یعنی این که قانون وجود داشته باشه و مجریان و مردم هم دنبالش باشن، یعنی حق وجود داشته باشه، ملت هم حق طلب باشن. در جامعه ما حق که وجود نداره و حق طلب هم وجود نداشت، و الان هم یه عده‌ای شدن حق طلب که دارن اعتراض میکنن که به هر حال درگیریه و کشت و کشتار هستش. چون بحث آگاهی و بحث دانستن حق در واقع یک موضوعیه که باید هر جامعه سالمی داشته باشه. وقتی که ما دولتی داریم که سوال نمی کنیم ازش و ازش پرسجو نمی کنیم و خواسته ای نداریم، و اگر خواسته ای هم داشته باشیم عمل نکنن با رشوه حل بکنیم، اون جامعه دیگه نمیتونه جامعه سالمی باشه دیگه. یعنی الان هم نگاه بکنیم، مثلا جامعه ما از بالا غرق فساده، یعنی شما به راحتی نگاه کنی فقط فساده، اصلا مهم نیست چه مدل فسادی، یعنی هر آن چه بخواید، نه کسی جوابگوه نه چیزی. الان فرض کن یه رهبر نشسته اونجا، بعد از 40 خورده‌ای روز که دارن مردم اعتراض میکنن، حرفشون رو دارن میزنن، خواستهشون رو دارن مطرح میکنن، تازه برگشته. قبلا که میگفت اینا که بابا ولشون کن مهم نیست، حالا برگشته طرح جدید داده، گفته که اینا دشمنای ترکیبی هن. حالا اینو بیاییم بره یه جایی بگردیم پیدا کنیم ترکیب چی، مثلا انگار مثلا H2O رو ما هم ترکیب کردن، مثلا چی در اومده. این برای که جامعه حق طلبی نبوده، نزدیک به 40 سال سکوت بوده، تو سری خوردیم، نشستیم، گوش کردیم، حرف نزدیم. خب اونم نشسته، اونها جوابگو هست. چرا یکی از دوستان مثال اون آقای قاری قرآن رو گفت. خب قاری قرآن یه کاری کرده، خب به رفیق آقای رهبر بوده، خب معلومه کاریش ندارن، چون قانونی وجود نداره. یا مگه مرتضوی رو چی کارش کردن؟ بعد از این همه جنایت، بعد از این همه دزدی‌هایی که لو رفت، احکامی که صادر شد، سر یه پرونده هم 100,000 تومان 150,000 تومان جریمش کردن. خب اینا برمیگره به اینکه اون جامعه قانونمندی نیست. وقتی یه همچین فضایی وجود داره، معلم مدرسه هم همین کارو میکنه، مدیر مدرسه همین کارو میکنه، بقال سر کوچه، نمیدونم رهگذر تو خیابون، یعنی کسی به کسی نیست. چون میدونن اگر کاری هم بکنن که خلاف باشه و حق نباشه و به مردم ظلم بکنن، جواب نخواهند، با یه حق حساب مشکل حل میکنن. یعنی که جامعه سالمی نیست، و دلیلش هم در واقع وجود اصل ناآگاهی، و بعد از اون هم در واقع عدم مطالعه حقوق هست. ما در واقع، من اولا دلم میخواست که راجع به حق ذاتی و حق شهروندی صحبت کنم، ولی چون دائم اینو صحبت میکنم دیگه یه خورده چیزی نگفتم راجع بهش. اما ولی وقتی که شما نگاه بکنید ببینید توی جامعه کسی نمیدونه حقش چیه. ما الان یه مثال ساده میزنم، یه قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران داره. من باورم اینه که 99.9% جامعه ما نخوندن، چون به هر کی میگیم بابا قانون اساسیش که به درد نمیخوره، یعنی فقط با همین جمله
مشکلش حل کرده. در صورتی که میتونه بره بخونه، از توش چند تا ماده به در بیاره، با دیگران بشینن صحبت کنن، بر اساس همون مواد در واقع اعتراض کنن. نه الان که دیگه همه گیر شده، همون موقع هم میتونستن. یعنی وقتی که معلم‌ها رو رفتن اعتراض کردن 10 سال پیش یا 15 سال پیش، مردم رفتن تو خیابون اعتراض کردن، بگن آقای حق ماست، طبق اصل 27 ما حق اعتراض داریم، تو نباید ما رو با تیر بزنیم. این به دلیل نبودن هاست، در واقع نخوندن هاست، آشنا نشدن هاست. اینه که ما یکی از کارهایی که باید واقعا خود کانون هم روش اصرار داره و پافشاری میکنه، آگاه کردن مردم به حقوق ذاتی و همینطور حقوق شهروندیشونه. این و بعدش هم افشا کردن موارد نقض حقوق بشری که اتفاق میفته. این جزء جزء وظایف جمع ماها هستش در واقع. اما من یه مطلبی بگم، من همینطور که مطرح کردم که جامعه، قانون، شهر، دولت، اینا در واقع باعث ضایع کردن حقوق کودک و نوجوان ماست. خب اما چه باید کرد؟ چه باید کردش؟ اینه که اول اینکه ما باید به کودک و نوجوان ما خود باوری بدیم، یعنی اعتماد به نفس به کودک بدیم، چون خود کودک ما در واقع جامعه باید بهش بده، جامعه بهش اجازه باید بده در کلاس درس از معلم سوال کنه، معلم باید به آرامش با متانت جواب بده بدون اینکه بترسه ازش. یعنی همون بحث ترسوندن که مثال زد دیگر دوستان بود، این در واقع کودک در خانه باید اعتماد به نفس داشته، بچه باید بتونه جلو پدر و مادرش خواستش رو مطرح کنه، بتونه حرف بزنه، بگه من دلم میخواد برنامه تلویزیون اینو نگاه بکنم، نه که جرئت نکنه به باباش بگه آقا مثلا اخبار گوش نکنه، فیلم بذار من اینو نگاه کنم. یعنی این حق رو باید به انتخاب کودک هم داده بشه. یعنی حالا صدها مثال میشه زد و من حالا دارم 4 تا مثال پیش پا افتاده رو مطرح میکنم. خودباوری در جامعه یه اصل برای کودک. حالا این خودباوری چجوری میتونه داشته باشه؟ در این که بچه بدونه چه شادی هایی وجود داره، چه لذت هایی در جامعه وجود داره. یعنی اگر میره آب بازی میکنه تو پارک نگیرن ببرنش. اصلا من نمیفهمم، یعنی یه بازی توی پارک با آب بچه 14-15 ساله بیان دستگیر کنن ببرن. ایناست که یک بحث خودباوری از بین میره، در واقع خود سرکوب ایجاد میشه. یکی دیگه این که خود خانواده واقعا، یعنی باید واقعا کودک و حتی خانواده و حتی جامعه حقوق کودک رو درک کنه. من مثال، من عنوان کردم اول خوندم که باید تبعیض نباید باشه، باید در واقع مقایسه نشه، باید آزادی فکر داشته باشه، اندیشه داشته باشه. اینا اون چیزاییه که باید بچه در وجودش تمرین بشه و کار بشه و بیاد بالا. و یکی از کارهای مهمی که باید بیفته مدارس ماست، تغییر روش تدریسه. یعنی روش تدریس از بالا به پایین نباشه، روزه‌ای نباشه، یا به قول آقای رایی یک طرفه نباشه. من کلمه روزه رو میگم عامیانه تر، حالا در واقع چون ما هم روزه رفتیم و بلدیم روزه یعنی چی. کلاس درسمون هم مثل روزه است، معلم یاد یه مشتی حرف میزنه، حالا یکی یه ده شاید اولا جلو تونتو یادداشت میکنن، یه ده مثل من تنبلن اون تا میشینن نقطه بازی میکنن، بچه ها در میرن بیرون، نمیدونن چی شد، نمیدونن چی باید بگه، نه جرأت سوال کردن دارن. و اینم یکی از موارده. یکی از مواردی که هست باید سازمان های غیر دولتی، یعنی ما همش متوجه نباشیم که جامعه، دولت باید این کارو بکنه، دولت باید اینو بیاره. دو ما یک سری سازمان‌های مثل NGO داریم تو جامعه‌مون، یا اگرم نداریم تشکیل بدیم که با اینها در واقع باعث بشیم به کودکانمون یاد بدیم که حقت چیه، چه حقوقی داری، چه باوری باید داشته باشی، چگونه باید بهتر زندگی کنی. ما این فضاها رو باید در اختیار قرار بدیم. یکی از مثالایی که من می‌خوام بزنم
بچه ها جوان ها نوجوان ها و کودک های ما واقعا باید روزهای جهانی رو بشناسن، روزهای جهانی رو باید بشناسن و احترام بهش بذارن. حالا این روزهای جهانی میتونه کلی به اصطلاح موضوعایی است که من میتونم مثال بزنم. مثلا نوروز رو باید بشناسن که ما تو ایران میشناسن اکثرا، نه؟ حالا یه سری تبلیغات منفی هم میشه براش ببینن، اما حقوق کودک هم باید بشناسن، باید بدونن که 12 22 در واقع خرداد روز کودکی است، 27 خرداد روز کودک، 20 نمیدونم مهر روز کودک داریم، 30 آبان روز کودک داریم. حالا من دارم تبدیل میکنم ماهای میلادی رو به عکس میکنم به خاطر همینه. یا مثلا روز جهانی شادی داریم مثلا ما که 18 مارس که میشه 28 در واقع اسفند، یعنی نزدیک به خود نوروز ماست. یا فرض کن روز جهانی زن، کودک باید بدونه، باید روز جهانی خانواده رو باید بدونه، روز جهانی کارگر رو باید بدونه، روز جهانی دموکراسی رو بدونه، روز جهانی سالمندان رو بدونه. یعنی اینا کمک میکنه با آگاهیاش. روز جهانی من اعدام باید بدونه، روز جهانی سازمان ملل رو بدونه، روز من خشونت علیه زنان رو بدونه، روز عرض کنم که سواد آموزی رو بدونه، یا روز معلولی رو بدونه. اینا چیزهایی که کمک میکنه روزهای جهانی رو. کودک وقتی اینا رو آشنا بشه، خب میره میخونه، آشنا میشه، پس ما سالمندان هم یه حقی دارن، بذار ببینیم چیه مثلا. یا روز جهانی زن هست، روز جهانی زن منظورش چیه، روز جهانی دموکراسیه، پس دموکراسیه. اینا رو اگه در خود کودکی و نوجوانی بدیم این داده ها رو به این نوجوان و کودک، اینها در واقع خود به خود آشنا میشن با این مسائل. اینه که این صحبتی که این دوست ما کردن که ما چه باید بکنیم همیناست، یعنی همین کاره که من و شما داریم میکنیم. ما که نمیتونیم بنیاد رو عوض کنیم، یعنی ما نه در اون قدرت هستیم و تازه در اون قدرت هم یه روزی قرار بشه بگیریم، هم این توانایی وحشتناک میخواد، چون ذهن رو باید تغییر بدیم، ذهن آدم ها باید تغییر کنه، خانواده باید یاد بگیره که حقوق کودک چیه، کودک و خانوادهش و جامعه باید بدونه که ما یه حق ذاتی داریم، که این حق ذاتی مثل نفس کشیدنه، مثل دیدن، شنیدن، مثل رشد کردن هست، مثل اندیشیدن هست، مثل بیان هست، مثل حرکت هست. اینا اون چیزهایی که ذاتیه، مربوط به خود من از وقتی به دنیا میام. حالا به هر بهانه‌ای، حالا یا اونا که مذهبی هم خدا دمیده در ما که به دنیا آمدیم، یا یه زن و شوهری با هم به صلاح هم بستر شدن، من به دنیا آمدم، فرقی نمیکنه. این به وجود اومدن، این خاصیت های ذاتی رو برای من همراه هست و جامعه است که وظیفه داره این حقوق ذاتی من رو رشد بده و بسازتش و کاملش بکنه. و اگر جامعه نکنه، در واقع همین جامعه که الان ما داریم، چون جامعه ما جامعه نیست که به حقوق شهروندی توجه کنه، یعنی به اولین چیزی که توجه نمیکنه حق اندیشیدنه، حق فکر کردنه، حق آزادی بیان اندیشه است، حتی حق رشدمون هم نگاه نمیکنه، چون برای ما سرپناه درست نمیکنه، برای ما امنیت اجتماعی درست نمیکنه، امنیت شغلی ایجاد نمیکنه، فضای ورزشی، فضای تحصیلی ایجاد نمیکنه. یعنی تمام اینا رو شما نگاه بکنید، مواردیه که هستش. حتی مثالی که خانم مباشری زدن در رابطه با بچهای بی شناسنامه، بله، امروز من یه مصاحبه دیدم با یه بچه حدود 13 ساله، میگه آره من 13 سال، ولی من آینده ای نمیبینم، من میخوام به جامعه هم کمک کنم، ولی چجوری کمک کنم؟ من که شناسنامه ندارم، برم چه کمکی بکنم؟ الان هم میرم کارگری میکنم، میام خونم درسم بخونم، فردا اولا درس که نمیتونم بخونم، تازه بخونم هم چه کار میخوام بکنم؟ هر جا برم من نمیشناسم، من باور ندارم من آدمم، من انسانم. اینا اشکالاتیه که در واقع وظیفه همه هست که آشنا بشیم به حقوق انسانیمون، حق ذاتی و حق شهروندیمون، که بالمعال حق کودک درش مستتره و ما باید همین
آشنا شدن این حقوق و آشنا شدن به کرامت انسانی رو به کودکمون منتقل کنیم، که کودک من در 10 سالگی در 12 سالگی تشخیص بده کجا حقش هست و کجا حقش نیست، تمرین بکنه یاد بگیره در مدرسه وقتی حقش رو پامال میکنن حق اعتراض داشته باشه، بتونه صحبتشو بکنه. به هر حال این فعالیت هایی که ظرف سالها اتفاق افتاده و وجود این سیستم اینترنتی، این اجازه رشد رو به ذهن نوجوانا و جوانای ما و کودکان ما داده که بتونن یه حرکتی بکنن و من امیدوارم که این رشد وجود داشته باشه. یه مطلبی میخوام بگم، تمام این بحث من، صحبت من سر این هستش که این کودکان ما سالهای آتی هستن، یعنی این کودکی که الان وجود داره 20 سال دیگه جامعه دست اونه، پس ما باید یک اندیشه کامل داشته باشیم نسبت به حقوق کودک، یعنی یکی از موارد اصلی ماست. حالا من بعد مفصلتر توضیح میدم، چون آینده هر جامعه حاصل حرکت کودکانه. جامعه ما که الان اینقدر خشونت داره و اینقدر چه میدونم نگاه مذهبی یا این دیدگاه های چیز وجود داره، به خاطر تبلیغاتی بوده که در زمان جنگ و بعد جنگ در جامعه اتفاق افتاد. ذهنها بسته شد، همینطور که آقای طائف داشتن میگفتن، این بسته شدن ذهنها، اما این اینترنت خوشبختانه باز کرده ذهنها رو. نه فقط این، حتی فقط اینترنت نیست، بهانه ای هم که دولت در اختیار مردم گذاشته، یعنی سرکوبی که کرده، خیانت و جنایتایی که کرده، ذهن همه رو باز کرده. در اینترنت میرن میخونن، آشنا میشن و راه پیدا میکنن برای اینکه احساس میکنن که صاحب حق هستن. من زیاد توضیح دادم، منظر صحبت دوستان هستم. ممنون جناب آقای شفایی. من فقط یه توضیح خدمتتون بدم، این آموزش‌هایی که شما می‌فرمایید از من و شما یه پدر و مادر شروع میشه و همین آگاهی‌هایی که ما داریم میتونیم به فرزندانمون منتقل کنیم و فرزندانمون رو به یک جوری تربیت کنیم که آینده ایران رو بسازن. خب آقای رای، ما در خدمتتون هستیم، می‌شنویم شما رو. بله، خیلی ممنون خانم مباشریفر و دوستان گرامی و توضیحات خوب آقای شفایی. در مورد کودک لازمه به یکی از خصوصیات کودک توجه کنیم. کودک به میزانی که بزرگ میشه هی میخواد این دیوارا رو هول بده، هی میخواد فضا رو زیاد کنه. جلوی این هول دادن دیوارا و حدهایی که براش درست شده گرفتن، همانا و اختلال در رشد حقوقی کودک ایجاد کردن، همان کودک در واقع اعتراض کودکانه به عنوان مثال موقعی که صحبت میکنی، این لازمه این کودک اول فرهنگ گفتگو، فرهنگ ارتباط با بزرگترها، با کوچکترها رو یاد بگیره، که موقعی که اعتراض میکنه اعتراضش در واقع خواست در واقع نمیدونم شکلات میخوام نباشه، یا اینکه دوستان چون گفتن، چون از 8 سالگی به بعد دوست برای بچه مهم میشه و از 12-13 سالگی به بعد، خصوصا از 10 سالگی که از نظر منطقی ذهن بچه کامل میشه و همینطور بیشتر از 12-13 سالگی، بچه مسائل آبستره رو، مسائل مجرد رو میفهمه، قبلش همینطور مسائل تو ذهنش عینیه. از 8 سالگی، حدود 8 سالگی، بچه دوستا براش مهم میشن. موقعی که اعتراض میکنه، اعتراض میتونه ربط پیدا کنه به این شبکه دوستایی که داره و میتونه تو این شبکه دوستا، حالا هم انترنت که بدون اجازه وارد خونه میشه و انواع اصلا خطرها رو با خودش میاره، یا انواع اصلا آموزش ها رو با خودش میاره، کودک میتونه اعتراضشو با این شناخت بکنه که میتونه هم سالم باشه هم ناسالم. حالا در رابطه با صحبتی که خانم ایزدی فرمودن، الان تشریف ندارم، درست گفتم، جلوی ازدواج ها گرفته، طلاق ها گرفته میشه تا مایوس بکنن انسان ها رو از طلاق، در صورتی که طلاق راه حل خانواده‌ای هست که در اون رابطه حقوقی نیست،
یعنی دو طرف با هم دعوا دارن، اگر این دعواها رو بمانه کودک هم ناسالم میشه و این کودک رو حداقل لازم نجات بدیم. و توجه داشته باشیم در این فرهنگ ما که فرهنگ پرهیزه، انجام نده، این کارو نکن، اون کارو نکن، اون کارو نکن، یک اشتباه بزرگ فرهنگی رو مرتکب شدیم. چیست اون؟ انضباط رو جایگزین اخلاق کردن. پاتو دراز نکن انضباطه، ربطی به اخلاق نداره. اخلاق مفهومی است حقوقی، رعایت کردن حقوق میشه اخلاق. تمام حقوق هم که رعایت بکنی میشه انسان کاملا حقوقی، ولی انضباط این چیزا نیست. پرهیز میگوید این کارو نکن، اون کارو نکن، بنام چی؟ بنام اون دین، همون دین سنتی که پر خرافات و پر چونه چرا کردنه. بنابراین لازمه بریم توی اون منبع ها. این منبع که میگوید انسان بنده است، این منبع که میگوید انسان دنباله کسی را که فرمان میده رو بگیره، این فرهنگ، فرهنگ مبتذل و تخریب کننده است. این فرهنگ که میگوید انسان آزاد است چون تمام حقوق رو دارد، انسان این همانی با هستی داره، انسان میتوانه راه حل ها رو با انسان های دیگه پیدا کنه، این فرهنگ، فرهنگ سازنده است. و بنابراین در رابطه با سوال آقای طائف جواب مشخصه. راه حل میخوای، سرنوشت خودمون رو دست کسی ندیم، دست خودمون نگه داریم. هرگاه سرنوشت خودمون رو دست خودمون نگه داشتیم و پذیرفتیم که تحقیق مهمه، تخصص مهمه، رابطه های حقوقی مهمه، رابطه های دو جانبه مهمه، دموکراسی مشارکتی مهمه و حق تصمیم ما قابل انتقال نیست، بنابراین تصمیم گیرنده ما مردم با هم هستیم، هر بنیادی که میسازیم لازمه با تصمیم جمعی ما مردم باشه، تصمیم جمعی حقوقی ما مردم، راه حل پیدا کردیم. بنابراین آینده ایران لازمه که قانون اساسی داشته باشیم که اینگونه باشه که حق تصمیم از شخص نگرفته باشه، چون حق تصمیم غیر قابل انتقاله. آنچه را که میشه انتقال داد اجرای تصمیم است، نه خود تصمیم. پس موقعی که داریم اجرای انسان که دستور در کار میاد، ربطی به مرحله تصمیم که قبلش دستور در کار نمیاد نداره. چون صدیق زیاد شد میام پایین، نکات خیلی زیادی رو میخوام بهش اشاره کنم. یکی در رابطه با خانم ایزدی رو داشتم میگفتم، این که مجبور کنیم کسی رو با یک متجاوز ازدواج بکنه جنایته. دختر و پسری با هم رابطه جنسی پیدا میکنن برای اینکه آبرو نره، همین انضباط نره، مجبور میکنن دختره رو به زور با اون متجاوزه ازدواج کنه. این جنایتی که تو فرهنگ ما وجود داره. مرسی، حالا صحبت رو ادامه میدم. بعدم ممنون جناب آقای رائی و بابت صحبت‌های بسیار کامل و جامعتون. جناب آقای حمید رفیعی، ما میشنویم شما رو، در خدمتتون هستیم. ببخش، من خواستم بگم من فامیلم یه نداره، فقط رفیعی. من با آقای شفایی خیلی زمینه ها موافق هستم. همونجوری گفتن اهمیت حقوق صوتی، حقوق شهروندی خیلی اهمیت داره. اما یه چیزی خواستم به اون دوستمون که پرسید در آینده چطور خواهد بود بگم که از نظر من حاکمیتی که الان در یه کشوری هست تصویر پندار اکثریت جامعه است. اگر میخوای تصویر رو عوض بکنی، هی سنگ بزنی به تصویر، تصویر عوض نمیشه. تغییر رو باید ما بکنیم در پندار، همونجوری که آقای شفایی هم گفت، در اعتماد به نفس پیدا کردم، من گفتم زور رو از روابط خارج کردن تا هم اعتماد به نفس ممکن بشه، فضای باز به وجود آورد. فقط در جایی که با ایشون موافق نیستم سر مسئله روزه است. آقای شفایی، وقتی که امیرکبیر دارالعلوم رو باز کرد، وقتی شاه باز از اونجا دیدار کرد، از شاگردی ساگدا پرسید که یادم اگه درست فکر کردم باشه که پایتخت بروکسل کجاست؟ شاگردی بلند شد گفت بروکسل پایتخت کشوری است به نام بلژیک. فرداش شاه دستور تعطیلی مدرسه رو داده بود، چون شاگرد اجازه به خودش داده بود بگوید به آقای شاه که اشتباه می‌فرمایید. این تو استبداد جامعه ما استبداد زدگی داریم، یعنی زور رو به کار میبریم، یعنی کسی که گفته به نام دین تقدس میسازیم که مغزها رو تعطیل کنیم، که کسی چونو چرا نکنه.
در اینکه هم اگر واقعاش رو بخواد انسان مجبوره برای آزادیش، برای فهمش چون چرا کنه. این چون چرا کردن، تحقیق بدون پیش داوری کردن، ما خیلی ما تو کشورمون عادت داریم که یاد بدیم که از دهن به دهن بگیم بدون تحقیق، و این باعث میشه که خیلی فسادها زیاد بشه. این بچه‌ها اینجا بزرگ میشن، اگر جاش رو ببینن که پدر مادرها تحقیق میکنن، پیش داوری نمیکنن، خیلی چیزها تغییر میکنه. من خواستم بگم این که در آخر که در همین زمینه با شما فقط تفاوت داشتم در مسئله روزه، چون روزه طرف میاد میگه و میره، ولی اون چیزی که دلش میخوادم دو کله مرد میکنه، ولی شما رو مجبورتون نمیکنه که چون چرا نکنی، میتونید هم نکنی، میتونید بگید بیاید بیرون بگه چرت گفت، ولی سر کلاس معلم باید نه تنها چون چرا رو حس کنه، باید شما رو قانع کنه که هر چی گفته علم. حتی من یادم یک بچه‌ای میمدن خونه معلم، پدرشون میگفت این حرف درست نیست، میگفت معلم گفت، یعنی امام، اون خیلی میگن دیگه، من میگم امام، یعنی حاج آقا گفتن، پس دیگه تعطیل، مغز تعطیل، هیچ هم تحقیق لازم نیست. همه اون دوستمون که میخواد بدونه باید تصویر اون رو در پندار اون عوض بشه، اگر فردای بهتر میخواد هیچ چاره دیگه نداره، خارجی نیست. شما اگر در روابط ضوابطتون با خانوادتون ضوابطتون رو زور و از بر دارید، حقوق ذاتی رو احترام بذارید، استدلال کردن یاد بدید، بچه رو تقویت کنم چون که آقای شفایی هم گفت دعوت کنه به گفتگو، اجازه صحبت بدید و دعوتش کنید که ابراز کنه. جامعه هایی که میتونن با آدم ها حرف بزنن خشونت خیلی میاد پایین، جاهای خشونت میره بالا که حرف زدن، ابراز نظر کردن محدود میشه به هر دلایل مختلف. ممنون از وقت گرفتید. ممنون آقای رفیع و عذرخواهی میکنم که اگر فامیلتون رو اشتباه خوندم، و آقای شفایی میشتمیم شما رو. بازم اشتباه گفتید آقای رفیع، بازم یه رو گفتید رفیع، گفتم آقای رفیع، در خدمتون هست. خیلی خوب، من بچه عرض کنم مرسی. من در رابطه با اینکه مدرسه الان شرایطش مثل روزخانیه، هنوز باورم اینه، برای اینکه هنوز که هنوزه در مدارس ما درسی داده میشه که اجازه اندیشیدن نیست، یعنی اگر یه موقعی بیان راجع به یه موضوعی هم صحبت بخواد بکنن جلوشون رو میگیرن، اگر یه کسی باید یه بحثی رو غیر از خود کتاب یا غیر از نوشته هایی که دولت میخواد بگه، معلم اجازه نمیده یا مدرسه اجازه نمیده. در زمان پهلوی هم همین بود، الان هم همینه. ما دوستانی داشتیم در زمان پهلوی که به خاطر انشا زندان رفتن، از مدرسه بیرون کردن، چون نویسنده خوب بود، ذهنش پرتلاش بود، می نوشت نمیتونست انشاشو بخونه. ببینید اینا، این گرفتاری ها وجود داره به خاطر نوع حکومتی که وجود داره یا نوع دولتی که حاکم هستش، اینه که این وجود داره. و همینطور که شما مثال زدید، من باور من باز اینه که تا دولت ها یا حکومت ها زمانی صاحب قدرتن که دینه بغلشون باشه، یعنی این رخانباجی میشن و پوست مردم میکنن. نه فقط الان، از زمانی که دولت ها تشکیل شدن یه مذهب اومده بغلش. یعنی شما اگر زمان مثلا مصر رو بری ببینی، کاهنان بودن با فرائین، بیاری دولت ایلام رو ببینی، باز نمیدونم معابد بودن با پادشاهان. زمان چنان کوروش و امثال این نمیدونم سلسله های ایران رو بگیم مال قبل اسلام، باز میبینیم که زرتشتی بودن، مغا بودن با پادشاهان. و بعد از اونم بیای، بعد اسلام هم که بیای، خدا بده برکت دیگه، اینجا دیگه مسجد و ملا و انواع اقسام، حالا همه مدل دین اسلام، هم در واقع در کنار دولت ها. الان هم که نگاه بکنید همیشه همینه، یعنی حتی زمان پهلوی هم در واقع به بهانه این که به دین احترام بذاریم، خود محمد رضا پهلوی هم در واقع خودشو دیندار نشون میداد، و خودش هم در واقع تو نامه‌ای که در 14 آبان 57 خوند، گفت من قسم خوردم به این که شیعه رو رعایت کنم و احترام بذارم به دین شیعه و فلان و فلان،
که یکی از جملات این بود که من صدای انقلاب شما را شنیدم و این کارا که شما میکنید نذارید من بگم شورشه، اجازه بدید یا چیش من شورش نه چیز دیگه ای بذارم بگم برای تخریب و فلان ایناست، اجازه بدید که من انقلاب شما رو باور کنم و فقط اجازه بدید من بتونم کار کنم. بعد برداشت آقای ازهاری رو گذاشت، حالا اینا بحث‌های اضافی حاشیه رفتن، ولی قدرت حاکمه همیشه با دین همراه بوده و با دین دوتایی با همین کار کردن. کلیسا هم همین بوده، تمام اروپا هم همین بوده، هر جا برید این دینه بغل دسته، یعنی این صحبت که میکنم همیشه این دوتا، حالا شاه و شیخ یا دین و نمیدونم دولت یا دین و دین‌ها با ادیان با قدرت‌ها، همیشه در کنار هم بودن و با هم همراه بودن و همکار بودن. من امیدوارم یه روزی برسه که دیگه این اندیشه های مذهبی در کنار تصمیم گیری های دولتی وجود نداشته باشه و اونایی که دین دارن کنار خودشون برن دنبال دینشون بگردونن، سیاست مدارا و دولت مردان هم کار دولتیشون رو انجام بدن خارج از مسائل دینی. من صبر میکنم که آقای رایی هم صحبتی بکنن چون چند تا مطلب دیگه هم داشتن برای پایان جلسه. ممنون از شما بابت های صحبت های کامل و جامعتون. آقای رایی ما میشنویم شما رو، در خدمتون هست. بله خیلی ممنون. آقای شفایی میتونستین ادامه بدین، من دستامو بالا آوردم برای شرکت در گفتگو، نه اینکه صحبت شما نصفه بمونه. اگر میخواین ادامه بدین ادامه بدین، بعد من میام صحبت. بسیار عالی. یکی از مشکلاتی که ما تو فرهنگ ما هست دو شخصیت بودن ما ایرانی هست. خونه یه کاری رو میکنیم، بیرون میام یه کار دیگر رو میکنیم. چرا؟ چون امنیت نداریم. بنابراین به طور تاریخی ما دو شخصیت موندیم. نگاه کنید دیوارای ایران همه بلنده، اروپا رو نگاه کن دیوارای اونجور بلند نداره که، برای که تو خونه میخواییم امنیت داشته باشیم. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که امنیت دست خودمونه. بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که بچه تو این خونه دو شخصیته داره بزرگ میشه، میاد خونه یه چیزی رو میگه، بیرون میره یه چیزی رو میگه، مرزها گم میشه این وسط. حالا یکی از مشکلاتی که در رابطه با تربیت کودک، ببینید الان من اینجا براتون میذارم، اینجا کجا میشه اجازه بفرمایید یه دقیقه. بله ببینید حزب توده یه دونه مقاله داده بیرون، اینجا این رو لطف کنید بخونید. داریم همه اعتراض میکنیم، تشویق داریم میکنیم مردم رو، این آمده اینجا میگه که اصلاح کنید، انقلاب خوب نیست. یعنی یه سری فکرهای جمعی جبار تو جامعه ما وجود داره، از جمله در مورد کودک کاملا ناصحیح است. این فکرهای جمعی جبار چیه؟ اینه که یک حکمی رو صادر میکنه و میگه این حکم درسته، شما هم اگر این رو بپذیرین درسته. همینی که این حرف رو میزنه مثل حزب توده، خود این موقعی که یک حرفی رو میزنی که اثبات شده و تحقیق شده است میتونه نپذیره، برای اینکه ایدئولوژیک فکر میکنه. بنابراین یکی از بلاهای جامعه ما، ببینید یکی از خصوصیات خوب جامعه ما اینه که این تمام این ایدئولوژی و دینهای جبرگرا موقعی که آمدن ایرانی ها نمدمالش کردن و گذاشتنش کنار. فرهنگ ایرانی با خصوصیاتی که داره، جنبه های مثبت فرهنگی ما، جبر نمیپذیره. آخریش همین ولایت فقیه جبریه، اینو نمیتونه، اینقدر نمدمالش خواهیم کرد، بالاخره کنار خواهیمش گذاشت. دین هایی هم که همه مارکسیسم رو نگاه کنید، با که به صورت استالینیسم آمد در ایران جبرگرا بود، نمدمال کردن گذاشتیمش کنار، نتونست جا بیفته جامعه. پس جنبه های مثبته، اما جنبه منفیش اینه که موزگیری ها دقیقا تحقیق با تحقیقات علمی و با دنیا تطبیق نداره. یکی از مشکلاتی که در رابطه با تربیت کودک مشکل وجود داره اینه که در تربیت کودک نه تنها در ایران، حتی در کشورهای پیشرفته عامل تنبیه حذف نشده. مثال بزنم، یک کودکی رو مادرش کلید اتومبیل رو گذاشته بود روی میز، بچه 14 ساله میز رو بر میداره، ماشین رانندگی بلد نبوده، میره ماشین مادرش رو سوار میشه و میره و تصادف میکنه، پلیس میاد این بچه رو میگیره و
و بعد دادگاه تشکیل میدن به علت بیلیاقتی مادر، مادر که بچهش تنها نگه میداشته، به علت اینکه مادر بیلیاقته بچه رو گذاشتن تو مراکز نگهداری. این مراکز نگهداری چجوری بود؟ سرباز خونه مانند. بچه ای رو که پیش مادرش داشته بزرگ میشد و اشکال داشته، با این تربیت سربازگونه و در واقع قدرت نداره دیوانش کردن اصلا. برای که اونجور اون حالت تند سربازی و دستور رو که باید خود مطیع بشی رو همه بچه ها تحمل نمیتونن بکنن. بچه های حدود تا اونجا که میدونن 27% بچه ها تحمل نمی کنن. اینجوری که آقای یک روانشناس معروف میگه، الان یادم بیاد براتون اسمش رو خواهم گفت. حالا یک مشکلی که در جامعه وجود داره، خانم شهسواریان نیست که اشاره کردن یا یکی از دوستان ما، شهسوانی یا یکی از دوستان ما اشاره کردن، مثلا خودکشی بچه هاست. یادم نیست کدوم اشاره کردیم. خودکشی بچه ها یک مقدار زیادیش ربط پیدا میکنه به این بازی های خشن که بازی های کامپیوتری خشنی که بازی میکنن. یعنی در سطح جهانی این خشونت رو به بچه ها تزریق میشه و بچه ها میان میخوان این بازی ها رو بکنن. به عنوان مثال بچه یاد میگیره که مثلا با هفت‌تیر و تفنگی میزنه و کس دیگر رو میکشه. بعد این بچه میاد تو عالم باز واقعی هم میخواد همون بازی رو بکنه، میکشه بدون اینکه متوجه بشه کشته، یا خودش رو میکشه حتی. یا حتما شنیدید مدل نفس رو گرفتن بچه ها. بچه ها مد شده بود بینی رو میگرفتن، اینه کی بیشتر چی بینی. بچه ها اینجوری خفه شدن حتی. در رابطه با صحبت خانم شهسوانی و اینکه بودجه نداره آموزش پرورش ما، لازمه به یک نکته شما رو توجه بدم و اون این هستش که اصلا شغل معلمی در جامعه ایران متاسفانه به مدت طولانی تغییر شد. فکر میکردم اونایی که میرن معلم میشن در واقع درآمد زیادی دنبالش نمیرن، از اون ناچاری میرن. در این نگاه غلطه. یعنی یه قسمتی از مشکل ما در رابطه با تربیت کودک نگاه ناسالم خود ما هم هست. البته این را که میگم این نگاه سالم جامعه، توجه داشته باشیم جامعه ما از نظر به طور متوسط جزء جامعه عقب افتاده از نظر کیفیت خانواده نیست. خانواده های ما از نظر کیفیت متوسطن. دلیل این متوسط بودن اینه که بچه‌ها رو هر چی شستشوی مغزی میدن، واسه تو خانواده های شستشوی مغزی رو از ذهن بچه‌ها در میارن. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما جناب آقای رائی. واقعا صحبت هایی که میفرمایید آدم نمیدونه واقعا در رابطه با این دولت جمهوری اسلامی ایران چه چیزی بگه. آقای شفای، ما در خدمتتون هستیم. مرسی. البته فقط دولت جمهوری اسلامی ایران نیست، این پدیده طولانیه در واقع، این فرهنگیه. حالا در جمهوری اسلامی بیشتر خودشو نشون داده، برای اینکه اون دیگه خیلی تک‌محوریه و عملا نشون میده. من در رابطه با موضوع رای توده، یکی از دوستان من بچه های رای توده است، پیروز با هم یک کوچولو صحبت داشتیم و گفتش که من اینا رو ول کردم. گفتم چرا؟ چون تمام سایت و اینا رو ایشون میگردم. گفت برای اینکه اینا با اعتراضات و انقلابی در ایران در اتهام موافق نیستن و دارن به نفع روسیه حرف میزنن و من بهشون یه اخطار دادم، بعدشم ازشون جدا شدم. خودش با یه عده، یعنی یه تفرقه بینشون افتاده، چون به هر حال هنوز یه سری تو عالم از کنم آقای بله اسمو یادم میره دیگه، مال توده‌ای های قدیم تو اون عالم هنوز موندن. خواستم برای اطلاع بگم من در جریان این داستان بودم. ولی موضوعی که من کیانوری، مرسی عرض کنم که من میخوام نتیجه بگیرم، بگم که ما کودکانمون در واقع ماحصل صحبت ما امروز اینه که کودکان ما الان به عنوان معترضین و جز کسانی هستند که در واقع حق خواه هستند. دلیلش در واقع ناکارآمدی دولت به دلیل نداشتن حق و حقوق برای کودکانه، عدم اجازه حرکت به کودکمونه. دلایلش هم مطرح کردیم، عنوان کردیم و نبود اینها باعث شده که نوجوانای ما و کودکان ما از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات بگیرن و به مرور آگاه بشن به حقوقی که دارن، که چه حق و حقوقی دارن و در این مورد چی هستن و الان دست به اعتراض زدن. من خیلی امیدوارم، برای اینکه نیروی خیلی قویه، نیروی خیلی کارآمدیه
و در واقع خب جامعه خود ایران و جامعه جهانی هم خوب داره از این کار حمایت میکنه. خب این در واقع یه امیدواریه برای اینکه رشد بکنیم و دیگه حالا متاسفانه تا الان 32 کشته داریم، شاید بالای 300-400 کودک زندانی داریم که امیدوارم که تموم بشه و اینا هم اونا که زندانیان آزاد شن و دیگه کشته بعدی نداشته باشیم و مردم به حقوقشون برسن و بتونن از این خاصیت زندگی سالم بتونن بهره ببرن. اما من عنوان کردم که چه کار بکنیم که یه جامعه سالمتری داشته باشیم. قرار شد روی خودباوری کودکان صحبت کنیم، آشنایی جامعه و مردم رو به کرامت انسانی و حتی کرامت کودک، حقوق کودک باشه. روزهای جهانی رو معرفی بکنیم. دوستان وقتی بدونن روزهای جهانی وجود داره، کودکان، نوجوانان میرن فکر میکنن و کاری که بچهای ما هم زحمت کشیدن تو این بخش پژوهش، روزهای جهانی رو کلیپ کردن و من خواهشم دارم دوباره بیشتر کار کنن، بیشتر انتشار بدن و انجام بشه. یکی هم یک تغییری در روش تدریس در مدارس ما و نوع کتابای درسیمون ایجاد بشه. و از همه مهمتر که من پیشنهاد کردم که NGOها در واقع بیان آشنا کنن مردم رو به حق و حقوقشون، یعنی نرن در کنار بشینن دوتا آیه یاد بدن یا چهار تا موضوع دیگه یاد بدن. تلاش بر این باشه که کودک بدونه چه حقی داره، جامعه بدونه چه حق و حقوقی داره و چه کاری باید بکنه. یعنی اصرار برای آگاه شدن در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های مختلف از جمله کنوانسیون حقوق کودک، عرض کنم که در رابطه با سند 23 که کلی مطالب در رابطه با کودکان است، اینا رو بتونن اشاره بدن که کار جلو بره. تا زمانی که ما این کار رو بکنیم، در واقع من همیشه باورم اینه، میگم که کودکای امروز باید رفاه داشته باشن. در واقع که از موارد رفاهه، حالا رفاه تعریف‌های مختلف خودشو داره. تا فردا این کودکان شهروندای سالمی باشن و دنبال بزهکاری نرن و مجرم خطاب نشن. یعنی وقتی رفاه وجود داره، خود به خود یک فاصله ایجاد میکنه با بزهکاری، که فردا در واقع این کودک اگر در رفاه باشه، فردا تبدیل به یه مجرم و یا عرض کنم آدم شهروند ناسالم نباشه. کودک امروز باید در آرامش و با نشاط باشه، در شادی باشه. وقتی این حالت وجود داشته باشه، تا برای فردا این کودک تبدیل نشه به یک آدمی بیمار و افسرده و ناکارآمد. این هم یه مورده که به اصطلاح من فکر میکنم کودک امروز ما باید آزادی و دموکراسی رو باید بلد باشه و بدونه چیه، تا فردا تروریست شناخته نشه. یعنی وقتی دموکراسی جا افتاد توی فرهنگ، دیگه اگر قراره یک اعتراضی بشه نگن آشوبگر، نگن تروریست، در واقع این کلمات دور بشه از ذهنها. کودک امروز بایستی به نظر من حتما آزادی اندیشه داشته باشه، آزادی بیان اندیشه داشته باشه، آزادی عقیده داشته باشه، تا فردا روزی همین آدم بتونه سالم زندگی کنه، جامعه رو تفکیک نکنه، جامعه رو دوگانه سگانه نکنه، اقلیت اکثریت نکنه، جامعه رو سالم ببینه. یعنی وقتی که ذهن درست رشد بکنه و سالم در آزادی رشد بکنه، در واقع جامعه رو در واقع سالم میبینه و نگاه های ارتجاعی نخواهد داشت. دردی که الان ما داریم، در واقع نه الان داریم، سالیان سال داریم یا قرنهاست داریم، ساده ترش اینه. ما بدونیم که این کودکان، باورمون باید باشه این کودکای امروز مردان اصلی یا زنان اصلی یا سالارمندان بعدی جامعه ما هستن. یعنی بزرگان جامعه ما همین کودکان و نوجوانان، چه دختر چه پسر هستن که 20 سال بعد، 15 سال بعد، 30 سال بعد بسته فراسنشون، اینا دیگه جامعه رو میگردونن. در هر رده سنی که باشن اینا جامعه رو میگردونن. اینم در واقع که از موارد من، اگر ما کودکانمون رو امروز
در امنیت فکری، در امنیت جانی، در امنیت رشد قرار بدیم و رفاه داشته باشن، طبیعتاً جامعه‌ای که بعدها خواهیم داشت فقر و بیماری و وحشت و جرم و حبس و اینا در واقع نخواهد بود. حتی اینا ایدئاله، من اینا آرمانیه، ولی در واقع اگر اینا الان اتفاق بیفته به مرور زمان میتونیم اینا رو بیاریم پایین و جامعهمون رو جامعه سالمی بکنیم، به امید اون روز که بتونیم یک جامعه سالم داشته باشیم و افتخار بکنیم به کودکان امروزمون که سالاران آینده ما هستن، و باز افتخار خواهیم کرد به کودکان نسل بعدی که حتما کودکان سالمتری از این نسل خواهند بود. تبریک میگم بهشون، خسته نباشید. ممنون از شما جناب آقای شفایی و ممنون از مهمانان گرامی، و ما واقعا آرزوی آقای شفایی رو واقعا به دید ملت میگذاریم و واقعا در آرزو این هستیم که روزی ایرانی آباد داشته باشیم با فرزندانی که اونقدر آگاهی داشته باشن که مثل الانی که این همه فعالیت میکنن، این همه آگاه و سرزنده باشند و برای حقشون صداشون در بیاد و حرف بزنن و بتونن اعتراض کنن. ممنون از همه همکارانی که امروز در جلسه ما شرکت کردن، جناب آقای فرشاد عرابی و خانم سمانه بیرجندی که ادمین های جلسه امروز بودن، و همچنین خانم فریده فرایی منشی جلسه، همچنین از جناب آقای منوچهر شفایی، آقای رایی و آقای حمید رفیع تشکر میکنم که در این جلسه حضور داشتند و ما رو همراهی کردند. شب و روزگارتون